بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. جمعه هست، 3 نوامبر سال 2018 میلادی، برابر با 9 آذر ماه 1397. 9 آذر ماه در ایران یه خبری بود، نه روز مادر نبود اون وقتا. خب و اما بسیار خوشحال و ممنون که بین این همه رادیو تلویزیون که پشت سر من میبینید، شما تصمیم گرفتید تلویزیون مردم و برنامه من رو تماشا کنید. ممنونتر میشم یا بیشتر ممنونتون میشم اگر برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید. و اما ببینیم که در جهان چه میگذرد. خوشحالم امروز ساعت 3 بعد از ظهر آقای امیر حسین لادن با ما خواهند بود و یک خبری بهتون میدم که به عنوان معجزه ممکنه بتونید ثبتش کنید. دیدید تو این جبهه ها، سازمان ها، ارگانیزیشن ها، بنیاد، حالا یه چیزی هم به نام ستاد درست شده و من هر وقت نامه ای از اینا برام میاد، حالا یا خودشون میفرستن یا اشتباهی از طریق یک دیگه میاد و اینها، نظرم رو دربارشون میگم و معمولا بعدش هم منتظر فوش، فضیحت، تهمت، تهدید و توهین هستم. یه سازمانی به نام ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران یه روز یه نامه برای من یه نفر فرستاده بود، خیلی هم رو اون ایمیل بودن و من نوشتم خب این کیه، چیه، کجا هستید. جالبه با من تماس گرفتن و یک دیداری هم میسر شد و به من گفتن که ما اتفاقا دوست داریم که نظر مخالفین رو بشنویم. گفتیم به این اصلا معجزه است، یعنی همین تفاوت شما با سازمان‌های دیگه هست. اگه امروز فرصت بشه تفاوت سازمان و بنیاد و اینها رو هم از آقای امیر حسین لادن میپرسم، چون یه روز من گفتم توی صحبتام سازمان اندیشکده، ایشون گفت ما سازمان نیستیم، بنیاد هستیم. خلاصه حالا با هم بریم یه نگاهی بندازیم. اولا اخبار جهان و ایران. ایران که دلار داره ارزون میشه، دیدم امروز آقای اردوان روزبه نوشته بود آقا دلار 1 تومن که میره بالا میشه بریکینگ نیوز تمام رادیو تلویزیونای ایرانی که جنبه چیز داره فرو میریزه، ولی حالا که داره ارزون میشه هیچ که حرف نمیزنه. گفتم البته بنده حرف زدم، نشونم دادم که آقای فرزاد عزیزی نوشته بود قیمت پایین آمدن قیمت دلار علامت فروپاشی جمهوری اسلامی. هوا گرم میشه فروپاشی، سرد میشه فروپاشی، خشکسالی میشه فروپاشی، باد طوفان ریزگرد میاد فروپاشی، سیل میاد فروپاشی، برف میاد سله. دیگه اصلا مردم عاجز و بیجز شدن. این کلمه بیجز یعنی چی؟ عاجز و بیجز شدن از دست این دوستان جنبشی. و اما در صحبتی که من با یکی از دوستان که یکی از مسئولین این ستاد پشتیبانی هست داشتم، گفتم که خب شما فعالیتتون چیه، چگونه است و اینها، گفتن ما نشریه داریم. گفتیم خب نشریهتون رو بفرستین تا ما هم نگاه کنیم، در برنامه هم نشون بدیم و نظر خودمون رو هم بگیم و امیدوار باشیم که شما ناراحت نشید. با وجودی که من نمیدونم به اصطلاح میخوام خوبیتونو بگم یا بدیتونو بگم، ما سعی میکنیم هر آنچه که به نظرمون میرسه اینو با شما در میون بذاریم. حالا شما هستید که تصمیم میگیرید نه بابا این سوربی بی خود میگه یا نه بابا درست میگه، باید به حرفش گوش کنیم. بذارید من این تصویر رو اندازه‌ای بله که بشه تو تلویزیون شما ببینیدش. کسی میدونه حالا که تلویزیون ها همه پت و پند شدن، از این وری شدن، چرا وبسایت ها هنوز اینقدره؟ مردشور این تلفن های اسمارت رو ببره. این تلفن های اسمارت که آمد ما را از اینجوری نگاه کردن همه اینجوری شدیم، یه وری شدیم، مثل ماشین هایی که چپ می شدن راننده با سر می اومد کنار جاده،
همه چپه شدیم. خب بذارید من این دوستان رو هم دعوت کنم. یه دکمه روی چیز هست به نام invite friend، یعنی دوستان تو دعوت کن. بعد وقتی من می‌نویسم مینسه ما پیدا نکردیم باکس invite رو، میگم بابا من زدم دیگه، حالا اذیت نکن. بذار ببینیم چی میشه. نه میگه we didn't find. اوکی اینم از من خیلی تر شد. خب بذارید ببرمتون نشریه ستاد رو با هم ببینیم. شما هم اگه خواستید این نشریه رو من براتون میفرستم، یا فیسبوکشون رو، وبسایتشون، اینا رو که نشون میدم، برید خودتون ببینید و بیان. اولین ایراد از اینه که این دوستان چون در خارج هستن اسمی که میذارن یه مقداری دوگانگی داره. من یادم این آقای چی بود از استرالیا میگم من گازی بودم، ما فکر کردیم گاز میفروشه، بعدم فهمیدیم این قاضی بوده، آقای نمیدونم اسمش هم یه چیز دیگه بود، کرده بود جهان سمتی شهافر ها اچ یه وبسایتی درست کرده بود، هر وقت ما میخواستیم زیر این برش بنویسیم میگو جی آی بی ایم، نه 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 اشتباه کردم، ام بی ای سی. میگم آقا تو که خودت بلد نیستی، یادت میره، مردم بیچاره چگونه اینو یادشون باشه؟ آقا ما گذاشتیم مردم تیوی. 10 بار به این دوستان میگم آقا بذارید ایران شماره بذارید بغلش، تا 2500 تا 8000 رفته شما بذار 8001. طرف یادش میمونه، میگه چی بود وبسایتشون؟ ایران بود. راستی یه شماره هم گفت چند بود؟ 8000 بود. 8000 رو میزنه میبینه نیست، میزنه 8001، پیداتون میکنه. هدف از اینا آسون کردن و آسون پیدا شدنه. حالا اولین مشکلی که من با این دوستان دارم در ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران، نشریه آذرماه نوامبر 2018، یعنی جدید که ما امروز 9 آذریم، اینم من 2 روز یا 3 روز پیش برام فرستادم. خب وبسایتشون هست csifmovement.com. حالا شما چقدر اشتباه میشه تو این csif، طرف میگه sicf، اون یکی میگه fics، اینا بماند. حالا ما میام پیداش میکنیم. این پایین نوشته ببینید csifmovement.com. حالا اون یکی انگلیسیش خوب باشه بد باشه، movement رو با او دو تا او بنویسه، اون یکی با یو بنویسه، اون یکی با نمیدونم دبلیو بنویسه و اینها بمانه. بعد .com برایشون نوشتم چرا شما .com-ین؟ اگر این سازمانی هست، ارگانیزیشنی هست، تو قسمت .org بگیرید یا همشو بگیرید. شما این csifmovement.com .info نمیدونم هزار تا چیز داریم دیگه، .net .org همه اینا رو بگیرید. خب حالا بیاین ببینید admin@csim.cc. من اصلا cc نمیدونم چیه، cc مال کانادا بود یا اون که cca هست. وقتی کسی آدرسش .com-ه باید ایمیلش هم .com باشه. آقا مردمتیوی.com، info@mardomtv.com، sorbi@mardomtv.com، hasanali@mardomtv.com، ansari@mardomtv.com. دو تا چیز مختلف رو نباید یاد بگیرن که خودش تازه اشکال به اصطلاح ایجاد اشکال میکنه. خب حالا بیان ببینیم این نشریه در ماه آذر ماه برای من ایرانی چی نوشته. خب اول از همه علامت ها که باید یه شیر داخلش باشه. دیدید میگن با دم شیر بازی نکن، همه این دوستان حتما باید آرمشون یه شیر باشه. حالا یا شیر شمشیره، این یکی شیر با پرچمه. خب بعدم میپرسیم چرا پرچم دست شیر هست و اینجوری. شیر و خورشیده، بعضیا این پشت شیر و تاج میذارن. خب چو ایران نباشد
تن من مباد. این که یه تعارف و یک شعار بیش نیست. حاضرم به همه تون ثابت کنم که چو ایران نباشد تن من نباد. یه شعار. اوکی. اب نداره. بعض وقتا شعار میتونن پشتش محکم وایسه. نشریه ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران. کلمه ستاد تا میاد برابر با کارهای ارتشی، کارهای نظامی. ستاد پشتیبانی، لوجستیکی ارتش شاهنشاهی یا فلان. حالا جالب اینه که من اینا رو میشناسم، رابطه با شاهنشاهی و اینا ندارن، اینا دنبال جمهوری هستن. تازه میگن جمهوری ایرانی، که من دوباره پرسیدم آقا این جمهوری ایرانی چه صیغه‌ای هست؟ همونه که یک کفتر میپره، ما میایم فلکه شهرداری وای میسیم، یا با قول شیرازی ها فلکه شهرداری وای میسیم. اگه این کفتره نشست رو سر ما، ما میشیم پادشاه یا ما میشیم جمهوری ایرانی. یعنی چی جمهوری ایرانی؟ بگید جمهوری دموکراتیک، جمهوری فدرال، جمهوری سوسیالیست. میپرسیم ازشون، دعوتشون میکنیم. و اما چهاردهمین نشریه آذر ماه 1397 نوامبر 2018 در این شماره میخوانید انگیزه ایجاد ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران. نشم یادشون رفته. آرمان نامه. حالا این میخوان اساس نامه ننویسن لابد، که اساس مثلا عربیه، نمیدونه. آرمان نامه. 3. دو مقاله عکس و دو شعر دریافتی. روابط عمومی ستاد، دفتر ستاد همین مریلند هم هستن و دفتر مرکزشون هم شمارش مال واشنگتونه. تا اینجا خداییش کارشون درست، با وجود که یه دوتا اشکال داره. همین صفحه اول همه چیزو به شما گفته، همه چیزو به شما نشون داده. خب از این بابت فعلا دوتا پوان مثبت. یکی این که به جایی که به ما فوش بدن، توهین کنن، تهمت بزنن که ماموری جمهوری هست اینا، گفتن آقا بیا ببینیم چی میگی. ما اینو خودمون نوشتیم، هممون موافق بودیم که چاپ کردیم، شما اگر مخالفی بیا ببینیم چیه، ما هم داریم میگیم. حالا بریم صفحه دوم. نشریه ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران. یعنی چی شما از جنبش ملت ایران پشتیبانی میکنید؟ یعنی چی؟ برای من توضیح بدید. جنبش اول شروع شده، شما ازش پشتیبانی میکنی؟ مثل این جنبش های سوریه و اینها که آقای مککین و اینها میخواستن پشتیبانی کنن، زدن داغون کردن سوریه، خودشم مرد، بدبخت سوریهی ها، الان اونجا قحطی اومد. اینو برای ما توضیح بدید، چون نام یا اسم یه سازمان باید گویای برنامهش باشه که میخواد چیکار کنه. ستاد یعنی چی؟ پشتیبانی از جنبش ملت ایران یعنی چی؟ و خب سال اول و این و این انگیزه ایجاد ستاد پشتیبانی از جنبش ملی، جنبش ملت ایران. ما شماری از ایرانیان که نگران آینده و موجودیت کشور عزیزمان هستیم، برای پشتیبانی از هموطنان جان برکفی که در دیما داشته باشید تا اینجا، یعنی این دوستان تا دیما برنامه ای نداشتن. من براتون اینجا رو اینجوری بزرگش کنم. 4 در 3، ما هنوز 4 در 3 هست. عکس ها یادتونه؟ میگو برو دوتا عکس 3 در 4 بیار برای دیپلومت. بعد ما شماری از ایرانیان که نگران آینده و موجودیت کشور عزیزمان هستیم، برای پشتیبانی از هموطنان جان برکفی که در دیما، برای نجات ایران و ایرانی از گرداب ظلم و سرکوب و نابودی در بیش از 100 شهر به میدان رفتند و صدای اعتراض و خواستهای خود را به گوش حاکمان و فراتر از این به آگاهی جهان رساندن، در حال پایریزی و سازماندهی ستادی جهت پشتیبانی از جنبش ملت ایران و خواستهای به حق آنان برای دستیابی به آزادی و دموکراسی هستیم. پاراگراف اول، یا به قول ایرانی‌ها قطعه اول رو خوندیم.
اون بالا میگه ما ستاد پشتیبانی هستیم، توی این میگه ما در حال این هستیم که یه ستادی رو راه بندازیم. این اشکال داره. بعد شما به من بگو کدوم روزنامه ای رو میبینید که با مشکی روی صفحه توسی یا خاکستری بنویسه، یا سفید رو سیاه می‌نویسن یا سیاه در قسمت سفید می‌نویسن. بماند این معلوم میشه که به اصطلاح وقتی شما نگاش میکنی کم تو چشمت میاد، بولد نیست، بی او ال دی نشون نمیده. در این جهت یکایک که شما عزیزان را برای یاری و کمک به تحقق اهداف مردم دعوت میکنیم و به همکاری و هماهنگی فرا میخوانیم تا در شرایط مصیبت بار امروز ایران و وضعیت هولانگیز تاریخی منطقه خاورمیانه بتوانیم دست در دست هم و با کوشش همگانی مانع از غلطیدن بیشتر ایران در سراشیبی و نابودی گردیم و همچنین از درگیری کشورمان در جنگ‌های خانمان سوز و بی‌حاصل جلوگیری کنیم. زمان اقدام بسیار کوتاه است و بیش از این که فرصت‌های تاریخی و یک تاریخی و یکتا از بین برود، باید ساز و کار لازم را فراهم کرد و به کار بست. برای آگاهی شما هم میهنان از هدفها و برنامه‌های در نظر گرفته شده که به وسیله شماری از کارشناسان تهیه شده است، متن پیشنهادی آرمان نامه، اساس نامه و آیین نامه ستاد را منتشر کرده و در اختیار همگان میگذاریم تا با بازنگری و درست کردن آن بتوانیم پرونده دردبار 40 سال حکومت، ببینید تا حالا چند بار الان بدبختیم، الان دردباریم، الان داریم غلط میخوریم میریم پایین، همه اینا رو ما میدونیم دوست عزیز. شما اون بالا نوشتیم ما، کلمه اول قانون اساسی آمریکا، we the people. بگید به مردم شما کی هستید؟ یا این سازمان قرار مخفی باشه که با این کار مخفی نیست. اگه سازمان مخفی نیست، علنی هست، بیاید بنویسید. من اگر بخوام یه همچین کاری بکنم، می نویسم من سوربی و 4 تا از دوستان، آقای چمنارا، آقای آریانپور، آقای پتیک، آقای فلانی، اسم می برم تا مردم، اونی که به پتیک اعتماد داره بگه اگر پتیک رفته با سوربی پس یه چیزی دیده، منم میرم. اونی که به آقای چمنارا اعتماد داره میگه اگه آقای چمنارا رفته تو این سازمان، منم میرم. اگه این سوربی که از همه منفی بافتره، بد اخلاقتره، ایرادگیرتره، به غیر از قلم قرمز و نمره منفی دادن هیچ کاری دیگه نمیکنه، امروز یه امیدی به این ستاد داره، پس منم برم دنبالش. چرا وقتی یه جنبشی را میفته میاد عکس یه هنرپیشه‌ای رو میذاره، میرن دنبال یه خواننده‌ای، میرن دنبال یه سیاستمداری، میگن این آقا آمده با ما، شما هم بیاین. ما این گراس رود یا جنبش‌های مردمی از پایین به بالا رو بلد نیستیم درست کنیم. اونی هم که میخواد بیاد از بالا حکم کنه، توی شرایطی همه هستن که میگه من که نمیخوام شاه بشم، من که نمیخوام رهبر بشم، من که نمیخوام رئیس جمهور بشم، ما فقط میخوایم شما رو آزاد کنیم، بعد بگیم حالا برو یا علی مدد رفراندوم کن، رأی بگیر، بعدم خودت بگو چی میخوام. خب 80 میلیون نو حکومت میخواد. سوربی میگه من میخوام پایتخت شیراز باشم، اون دوست همدانیمون میگه من میخوام پایتخت همدان باشه، اون اصفهانی میگه آقا کجای کاری، اصفهان که پایتخت بود، شاه عباس بود، فلان بود. تهرونی هم که دیگه اوه 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 دیر آمده، از همه طلبکارتر. خب دوستان، شما هم برید بخونید، شما هم اگه ایرادی میبینید با این دوستان تماس بگیرید. حالا بریم صفحه دوم، دو آیین نامه رو بخونید، آرمان نامه. دوباره ما که ما نمیدونیم این ما کیا هستن، ما بنیانگذاران ستاد پشتیبانی
وقتی میگید بنیانگذار یعنی تأسیس شده، بنیانش گردید، به ثبت رسونده. ولی تو اون قسمت اولی گفتید ما این طرح پیشنهادی رو دادیم، شما بیاین جلو فعلا. اوکی. از جنبش ملت ایران با دلی آکنده از مهر به ملت و کشورمان و با اطمینان از پیروزی و موفقیت در کشاکش مبارزه با حکومت قرون وسطایی حاکم بر مقدرات ایران و نسل فعلی و نسل‌های آتی جنگید، چکیده خواسته های روشن خود را در چارچوب این آرمان نامه به آگاهی همه هممیهنان و نیز مردم جهان آزاد میرسانیم. خب خوب شد، رفتیم به طرف جهانی شدن. اوکی. یک، فروپاشی رژیم و پشتیبانی از دگرگونی خواهان هممیهنان. دو، پدافند از تمامیت ارضی ایران زمین و نگاهبانی از یک پارچگی جغرافیایی کشور. سه، پایبندی به آزادی اندیشه، آرمان و باورهای دینی و جدایی قوانین کشورداری از مقررات ادیان. سه، چهار، انجام رفراندوم پس از فروریزی رژیم، مراجعه به آرای عمومی در تعیین سرنوشت مردم کشور با نظارت نمایندگان سازمان ملل متحد. ای کاش یه نفر از این دوستان به من میگفتن سازمان ملل متحد در کدام کشوری یک نظامی فروپاشیده شده، چند نفر آمدن گفتن رفراندوم و سازمان ملل متحد قدرت اجرا و نظارت داشته رفته اونجا. آقا خیلی که زور زدن فلسطین، ازش اون یکی حزب الله اومد بیرون، از اون یکی حماس اومد بیرون. این تازه حالا آزادی و انتخاباتی بود که سازمان ملل متحد و آمریکا با توپ و تانک و دموکراسی و فلان اینها، یکیش حزب الله اومد بیرون، یکیش حماس اومد بیرون. به ما بگید شما میخواین چیکار کنید؟ آقا میشه که تصور کنیم چشامونو ببندیم امشب آخوند ریخته مرده ذلیل شده، یه ویروسی اومده، ویروس آخوندکش، همه اینا مرده، فردا این رفراندوم رو کی میخواد؟ اون کاغذ رفراندوم چجوریه؟ دو نوع حکومت رو اعلام میکنه، آری یا خیره. اون که آقای مصدق بود گفت میگن بله و نه گذاشته که غلط بوده، تازه صندوقا رو هم جدا گذاشته، هر کی میرفته توی صندوق نه میریخته میفهمیدن، هر کی تو صندوق بله میریخته میفهمیدن. این حالا آخونده بودن که باز آری یا نه گذاشتن، که اونم 98% مردم بدونی که بدونن جمهوری اسلامی چیه، چه فردایی براشون در نظر گرفته، آمدند و رأی دادن. خب انجام رفراندوم، سوال بزرگ. پنج، پایبندی به موازین و حقوق بشر، منشورها و مصوبات بین المللی. شش، باورمندی به فرهنگ ایران زمین و پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. خب اولا کسی که به حقوق بشر باور داشته باشه، اگه تازه ما قبول کنیم اون فرهنگ ایران زمین و اون کوروش آمده این با یه لوحه به این با یه استوانه همه دنیا رو نمیدونم اینجور اونجور، این دوتا دیگه لازم نیست که بگیم، همین یکیشو که اجرا کنید قرار هست که ما همه خوش سخن، خوش بیان، خوش فکر، خوش تینت بشیم، دموکراسی رو رعایت کنیم، آزادی دیگران رو بدیم، کاری به کسی نداشته باشیم، هر دینی داشته باشه و همینطور بریم جلو. حالا اب نداره، ماها همیشه عادت کردیم انشا رو بهمون گفتن اگه دو صفحه کمتر بنویسی میگیم بابات بیاد مدرسه به اصطلاح تنبیه بشی. خب توضیح و تعیین، این تعیین آره، جزئیات مربوط به هر یک از اصول بالا و راهکارها و روش‌های رسیدن به هدف‌های در نظر گرفته شده نیازمند بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تری است که طبعاً در نشست‌های آینده شورای مرکزی ستاد و کار گروه‌ها انجام می‌شود. گوش کنید دوستان، شورای مرکزی این تصمیم‌ها رو می‌گیره، نه من و شما، نه مردم، نه جنبش ایران، شورای مرکزی، همون ما که تا حالا دو بار نوشته شده ما، و منی که تازه رفتم باشون صحبت کردم نمیدونم کیا هستن.
اونی که برای اینا میاد صحبت میکنه جزبشون هست یا فقط چون یه صحبت کرده یه جا صحبت خوبی بوده اینا میگن فلانی هم خوبه؟ خب اب نداره، یاد میگیری. خواسته راستین ما ساختن پل فرهنگی نیرومندی میان تلاشگران. خب این که بده، یعنی اون وقت حالا اون خواسته ها دروغین بود، از اینجا خواسته راستینتون شروع میشه. خواسته راستین ما ساختن پل فرهنگ نیرومندی میان تلاشگران هممیهن درون و برون مرز است تا بتوانیم ایران را با کمترین هزینه و دشواری و به کمک همه فرزندان خود به آزادی، دموکراسی و پیشرفت برسانیم. بنیانگذاران ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران. آدم میگه الان صفحه 4 من با این بنیانگذاران آشنا میشم. تموم شد. میای صفحه 4، هشدار به محمد یزدی، نظام بر پایه توهین استوار نمیماند. این آیت الله که با هم تو ایران دعواشونه، تازه اینم دعوای مصلحتی که مردم بگن ببین بین خودشون هم اختلاف افتاد. دوباره صفحه 5، صفحه 6، صفحه 7، صفحه 8 به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ ایران و جنگ جهانی اول، بله صفحه 9، صفحه 10، صفحه 11، صفحه 13، اینم صفحه 14، اینم 15، نقشه اروپا در زمان شروع جنگ جهانی اول و 16، 33 صفحه است. میخوایم ببینیم که منی که جذب شدم گفتم بابا عجب سازمانیه، ما انتقاد کردیم، صدامون زدن، گفتن بیا حرف بزن، حالا که اومدم جلو دیگه هیچ خبری نیست. بله، فقط فهمیدم همون چیزی که دوستان دیگه توی این 20 سال گذشته، توی 40 سال نیست دوستان، 20 سال اول ما ایرانی ها همه از ترسمون با هم غریبه بودیم، دروغ نگیم به خودم. بعد دنبال این بودیم که آقا حالا با بچه اومدیم اینجا، بچه همون کدوم مدرسه بره، پول مدرسه عمومی، پول مدرسه خصوصی نداریم، کدوم مدرسه دولتی هست که خوب باشه، بعد نمیدونم دو تا کار انجام بدیم که یکش برای بیمه همون بره. اینجوری بوده حالا 20 ساله. اینم هم آخوندا اینقدر مردم رو ناراضی نگه داشتن تا بالاخره دوباره مردم گفتن آقا بریم دنبال این ایرانی ها همدیگر رو پیدا کنیم و الاخر. اینجا سروده ای از مولانا، از پدر پرسید روزی یک پسر بهردن این دنیا کدام است، ای پدر گفت من با دین ندارم. خب میام اینجا مقدمه و شعر از مهندس منوچهر کهن، از هر زبان که بشنویم سخن عشق نامکرر است. خب صفحه 33 تموم شد دوستان. بازم لطف کردن آخر این صفحه اقلا تماس و ارتباطات و وبسایت و ایناشونو دوباره گفتن. بذارید من بهتون اینجا رو نشون بدم، اگه خواستید ثابت نگهش دارید، باشون حتما حتما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بگید و شما هم اگر مثل من براتون سوالات پیش آمده بدون رو درباسی از اینها بپرسید. آقای فقیه میگه سلام، فرد در پاریس گیل زرده ها، اون جلیل زرده ها تظاهرات دارن و به احتمال زیاد به درگیری بکشه. خب آقای فقیه قربونت برم، من اینجا نشستم میگه یکی مینالید ز درد بینوایی، آقای فقیه از راه رسید گفت خانم زردک میخواهی؟ به من چه آقا، از جلیق زردا تا آرژانتینم دنبال آقای ماکارون رفتن. شما اومدی برنامه رو نگاه میکنی، اقلا به خودت احترام بذار که من این نوشته تو پاره نکنم، یعنی پاک نکنم. چرا ما اینجوری هستیم؟ چرا نمیخوایم یه چیز ساده ای رو یاد بگیریم؟ شما الان به جایی که بگی آره من این ستاد رو قبلا دیدم، دنبالش بودم، بعد دیدم این مای که میگن پیدا نیست،
کارمون خیلی خراب. اگه کارمون خراب نباشه اینجوری نمیشه که بعد از 40 سال تازه یه ستادی که با حسن نیت، حالا اینا همه حسن نیت دارن ها، این قسمت من اصلا شک ندارم، یعنی همون دکتر فروتن بیچاره و بدبختم که جنبش هسته، جنبش پسته، جنبش چراغ خاموش، جنبش شب که داری میری تو جاده یه دفعه بزن ترمز، پشتریات که فوشت دادن بگو جاوید شا، اینا همشون حسن نیت دارن ولی نمیرن یک کتابی بگیرن چگونه ما جنبش ها رو را بندازیم. یک کتابی هست مال اسم نویسنده کیه؟ من که نمیخوام را بندازم، چون نمیخوام هم نمیرم دنبالش، منم نمیخوام. خیلی ممنون آقای فقیه، میگه ببخشید، مرسی، اجازه بده اینم من پاک کنم که دوستان حالا بعد میان میگن آقا مگه این آقای فقیه چه کار کرده بنده خدا که میگه ببخشید. خیلی ممنون آقا. شما نظرت چی آقای فقیه درباره ستاد؟ الان چیزی نگی یا برو نوشتهشون رو نگاه کن، برو فیسبوکشون رو نگاه کن، با هم صحبت کن. فیسبوک این دوستان هست CSIF Movement، خدا وکیلی. الان 5 دقیقه نیم ساعته، نیم ساعت پیش من وبسایت اینا رو 2 بار 3 بار گفتم، هیچ کدومتون یادتون بود چی هست؟ ولی اگه گذاشته بودن ایران 2 میلیون.com یادتون میمون دیگه. دوباره csifmovement.com. اوکی حالا بیان بریم csifmovement رو با هم ببینیم. من اینو باز کنم، ببخشید، این یکی اینجا دارمش. به به، تا باز کردم عکس آقای خمینی یه بر بود، آقای شاه هم یه بر دیگه، یه صفحه هم اینجا باز چپ و راست برای ما تبلیغ میفرسه. خب این صفحه این دوستان هست، بذارید من فیسبوکش به اصطلاح وبسایتشون رو به شما نشون بدم. اینجوریه، بله، دو تا، ببینید اولا اینجا نشته ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران، اینجا نشته CSIF Movement. اگه من باشم برای مردم تیوی بیام بذارم MTV، اون زیرش می‌نویسم که این M خلاصه مردمه. این دوستان باید بنویسن این C برای چیه، این S برای چیه، این AI برای چیه، این F برای چیه. Movement رو دیگه هممون میدونیم، این زیر بنویسن. اوکی. بعد دو تا مدیا یا دو تا رسانه رو گذاشتن اینجا، صدای آمریکا فارسی و BBC فارسی. منظورشون چیه نمیدونم، به نظر من اینا بهتر بود مدیای فارسی رو بذارن که یه محلی هم بشه برای که ما این کار کرده بودیم قبلا، همه رادیو تلویزیون های ایرانی هر کی هر جا برنامه داشت ما میذاشتیمش روی صفحه مردم تیوی و خوبم بود، میمدن مردم میرفتن. بعد دیدیم که هی طرف میگه آقا فلانی قطع شده، گفتیم بابا اونا پول ندادن قطع شده، یا به قول خودشون جمهوری اسلامی بمبارونشون کرده لس آنجلس رفتن قمارخونه پول ندارن، میگن اون زده. اوکی ما نمیدونیم، ما دیدیم جوابگو اونا شدیم ورش داشتیم. بله پدر ایرانیکا درگذشت، خب این یه خبره. این چند تا عکسی که میاد و میره، 5 تا عکس میاد و میره، به نظر من باید چیزای جدید روز باشه. وبسایتشون به روز نیست حقیقتش، دلیلش من اینجا دیدم نوشتن فراخان تظاهرات علیه روحانی. گفتم به، لابد تو ایران الانم روحانی هر جا میره با سنگ میزننش، بریم ببینیم چه خبره. اینو که کلیک کردم دیدم راجع به 25 سپتامبر داره صحبت میکنه، و یادتون باشه این 25 سپتامبر همون تظاهراتی بود که مجاهدین در پشت اسامی دیگران آمدن این رو راه انداختن، و من فکر میکنم این دوستان هم به اصطلاح ندانسته رفتن تو اون تظاهرات.
حالا اگر رفتید عکساشو بیارید نگاه کنید. آقای اکبری میگه دقیقا همه اینها حسن نیت دارن. خب آقای خوشنودی ازش ممنونم که این csifmovement.com رو لینکشو گذاشت اینجا، شما با کلیک کردن روی اون میتونید برید ببینید. خب خدا پدرشونو بیامرزه، فراغ این عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال رو گذاشتن، اینجا فارسی یورو نیوز رو گذاشتن، یکم تبعیض قائل شدن، یورو نیوز رو تو صفحه نمیدونم چندم گذاشتن اینها. به نظر من وبسایتشون میتونه بهتر و بیشتر اثر بذاره، کار کنه. من یادمه یه زمانی ما اعلام کردیم اگر کسی میخواد ما با 100 دلار اون موقع بود که ما تازه یاد گرفته بودیم که چجوری وبسایت درست میکنن. بعد گفتیم خب حالا که یاد گرفتیم به دوستان ایرانی بگیم بابا قرار نیست شما 5000 دلار داشته باشی یه کسی رو استخدام کنی، ما 4500 دلار که میخوای یه وبسایت درست کنی، بعد هیچ کم نیاد ببینتت، ما برات با 100 دلار درست میکنیم، چند تا عکس هم میذاریم، یه چیزای ساده هم بهت یاد میدیم که اگه خواستی این عوض کنی اینجوری عوضش کن اینجوری، یا برای ما بفرست ما عوض میکنیم مجانی. یه دو نفرم پول دادن 100 دلار ما براشون این کار انجام دادیم. ولی ماجرای وبسایت اینه که طرف فکر میکنه که امروز که خود منم همینجور بودم، امروز که وبسایتش رو درست میکنه همه این میلیارد آدمایی که روی اینترنت هستن با خبر میشن که سوربی وبسایت خودش رو درست کرده. نه آقا، تازه دردسرت شروع میشه، تازه هی برات نامه میاد من جیمز هستم، حسن علی هستم، میخوای وبسایت تو پروموت کنم؟ میگم بله بیا پروموت کن. اینقدر بده؟ میگم نه شما بیا پروموت کن، هر چی ساختیم من 50% به شما میدم. میرتش، چون میدونه اگه خودش بلد بود نمیخواست با من تماس بگیره، وبسایت خودش پول میساخت مثل گوگل و مثل یاهو و مثل یوتیوب و اینها. بعد این یه چیزی میخواد هر روز یه نفر روش کار کنه. این جنبش اینجوری مثل این نیست که سوربی یوتیوبشو باز کرده باشه هر وقت یه ویدیوی ساخت ویدیوها رو بذاره اونجا. مردم میان میبینن که این ستاد پشتیبانی نظرش درباره این اتفاق در ایران چیه، ستاد پشتیبانی نظرش درباره آمریکا چیه، ستاد پشتیبانی نظرش در شما اینو کی باز کردی؟ الان ماه آذره، ماه دی، یعنی یک ماه قبل. اولا این ما بنیانگذاران سابقه 40 سالشون فوری باید یه جا نوشته بشه، about us، یعنی about درباره ما، من سوربی هستم هیچی بلد نیستم، این یکی آقای دکتر فلانی پروفسور هست، تا حالا 24 تا جنبش باز کرده یه دونش نتونسته یه کسی رو پیدا کنه به عنوان معاون. میگید نه بذارید من دنبال یه اسمی میگشتم یه ویدیویی رو پیدا کردم، حالا این ویدیو رو براتون میارم. اگه یادتون باشه این قبلا هم این آقای اسدالله نصر هست، کی هست، توی تلویزیون ما برنامه داشت، یعنی برنامه‌ای رو که تلویزیون های دیگه درست میکنن و تلویزیون خودشون و اینها، اینجا هم ما نشون میدادیم با روزی 5 دلار با روزی 10 دلار این کار امکان پذیره. ولی بذارید من ببینم، نگاه کنید همینجا شما داشته باشید. آخه اینا ببخشید، اون شعری که میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است از آن میخندم، اینا خنده داره. یه آقای 80 ساله بیاد با چند نفر مصاحبه کنه، بعد اسم خودش هم گذاشته جبهه هماهنگ مبارزان ایران. چند نفرن؟ تازه حالا افتخار میکنه که 37 سازمان آمدن داخلش. اسم این سازمان ها رو برید بزنید ببینید تو هر کدومش چند نفره. بعضی هاش حتی 3 سازمانش مال یه نفره. نگاه کنید دوستان، من براتون اینو پلی میکنم، صداش میبندم. جبهه هماهنگ مبارزان ایران آقای اسدالله نصر اصفهانی
با افتخار میگه نام 37 سازمان هموند به ترتیب الفبا، به ترتیب الفبا نوشته که اون یکی نیاد بگه آقا من به غیر از این که دکترم پروفسورم هستم، اون یکی بگه آقا من تیمسارم، اون یکی بگه من سرهنگم، خدا پدرش بیامرزه. به ترتیب الفبا. گوش دوستان، من ساکت میشم تا این 37 رو یا بخونم براتون، میخونم براتون. اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در دالاس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن فرهنگ ایران زمین، انجمن زنان پارسی در سوئد، بنیان اروپایی زرتشتشناسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی، پیمان برای دموکراسی، جبهه ملی خارج از کشور، جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه، جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، جنبش نوزایی یا رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی، حزب دموکرات مردم ایران، سازمان پانیرانیست خارج از کشور، رادیو آزادگان، سازمان ایران پاد هیوستون یا هوستون، سازمان ایران پاد لس آنجلس، سازمان ایران پاد آریزونا، سازمان ایران پاد دالاس، سازمان ایران پاد شمال تگزاس، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار مشروطه پادشاهی، سازمان سرباز، سازمان سکولارهای دموکرات ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوید، سازمان مشروطخواهان ایران پادشاهی، سازمان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، سازمان مشروطخواهان بلوچ، سازمان ملی میهنی ایران، سازمان همبستگی ایرانیان، سازمان همبستگی ایلات عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، شورای اتحاد و همبستگی نیویورک، کانون خرد، کنگره همبستگی ایران، ایرانیان، نگهبانان یک پارچگی ایران. دوستان، واقعا انصافا یکی به این آقای اسدالله نصر اصفهانی بگه الان که با زوم با اتاقای مختلف میتونید گو تو میتینگ صدها نفر دعوت کنید. این 37 سازمان، 37 تا دوتا میشه چقدر؟ 74 تا 35 تا دوتا 70 تا 74. آها، بیارید یه جایی بشینن تا ما ببینیم اینا کی هستن. نیست آقا، دروغ میگین. قولت میدم اون پاد 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 اینا همش یکیه، یه اسم اینجا، یه اسم اونجا، یه اسم اینجا، یه اسم اونجا. بعد چی شما میگین؟ هموند ما هستن، جبهه هماهنگ مبارزان ایرانی. طرف نوشته سازمان فرهنگی. چه مبارزه ای با شما داره؟ تو سوئد میخواد شب بیاد بشینه فردوسی، چی؟ طرز خانش فردوسی. هر وقت اینا میگن خانش، من یاد خارش و خواهش میفتم. شما کدومتون توی مجلسی امشب بیاین مجلس نمیدونم فلانجا خانش کتاب سربیه؟ آقا روخانیه یا خواندن کتاب نکنید والا این کارو. 40 سال کردید به اینجا رسیدید. اون شعره هست میگفت که خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی، 100 بار بدی کردی دیدی ثمرش را. 100 بار از این جبه ها باز کردیم، 100 بار از این سازمان ها باز کردیم. چند نفر تونستیم به هم بپیوندیم؟ همون 4 تایی هم که تو مهمونی ها با هم بودید تا یه سازمان درست کردید، شما شدی رئیس، اون گفت من دیگه نمیام، چون به من نگفتن تو رئیس باش. How to make grassroots movement set smart goal. بله، این 8 تا چیزیه که هست. خیلی ممنون سعید از کالیفرنیا. اصلا اینو شما بذارید تو، بنویسید تو گوگل، این میاد که بهتون میگه چجوری بسازید این سازمان‌های مردمی رو، این جنبش‌های مردمی. به نظر من مهم نیست که اسمش ستاد باشه، بنیاد باشه، سازمان باشه، ارگانیزیشن باشه. مهم اینه که چه کار میخواد انجام بده و چجوری میتونه مردم رو جلب کنه، مردمی که دیگه به خودشون هم اطمینان ندارن. تا به یه نفر میگی بیا، میگه این همون نیست که 3 سال پیش با خانم هما احسان یه شرکتی باز کرده بودن، دوتاشون همدیگر رو سو کردن و پول مردم رو خوردن. چرا؟ بله، این همون آقای فروتن.
اون خانم همون خانم هما احسان، اون خانم همون پری سناریه که هرچ پول از مردم میگیره میگه من تو این ستاد دارم تو این سنگر، من نمیدونم چه سنگریه که ایشون هر روز جوانتر میشه. حالا من هر روز نگاه خودم که میکنم میبینم هرچی مو اینجا بوده از تو دماغ و از تو گوش در میاد، پیر شدم صدام اینجوری شده، ولی این خانم در 12 سال 15 سال من میشناسمش. نگاش کنید ویدیوهای اون موقعش رو با ویدیوهای الان، تازه من فهمیدم چرا اینا ویدیوهای دیروزشون رو برمیدارن، چون مثل من نیست که بگه ملت وقتی من اومدم تلویزیونای ایرانی قیافم اینجوری بود حالا اینجوری شده از دست شماها. اونا از اونوری هن. وقتی اومدن یه مشت پیرپاتال بودن، حالا صورت کشیده، گوش اینجا، منگن زده اینجا، این زیر چیار جمع کرده مثل مرغابی، مثل این بوغلمون. کارمون خیلی خراب دوست، خدا وکیلی. من وقتی هم با این دوستان صحبت میکنم سعی میکنم که مؤدب باشم، احترامشون رو بذارم. خیلی هاشون سنشون از من بالاتره، ولی وقتی نگاه میکنم، یه دوستی از یه نفر نظر اونو درباره من پرسیده بود، اون گفته بود که من نظر خودم رو میگم، حالا شما ممکنه قبول نداشته باشی ولی من اینجوریم، و نظرشو گفته بود. بعد گفته بود که میدونم میگن این سوربی مأمور جمهوری اسلامیه، ولی درباره خود شما هم همینو میگن، درباره خود منم همینو میگن، درسته؟ گفته بود. گفته بود خب وقتی اینو میگن ما چی کار باید بکنیم؟ آقا اصلا شما این انتخابات ایران اینا رو بریز بیرون، همین تو خارج که هستیم بیان یه کاغذی به هر کدومون بدید به ما بگید چی هستیم. والا صدر احمد به این هیتلر و اون نازی ها اقلا میمد در خونه طرف خط میکشید یا شماره بهش میداد یا روی هستش خالکوبی میکرد. من یه همسایی داشتم تو فارسرش رو دست شمارهش خالکوبی کرده بودن که آقا این جوده، این جهوده، این کلیمیه، ما خودمون هم نمیدونیم چی هستیم. از بس گفتن مأمور جمهوری اسلامی باورمون شده. تنها دلیلی که یادم میاد نیستم اینه که پولی گیرم نمیاد، ولی اگه پول بدن که خب درست میشه. ببینیم آقای علی مالک چی میگه. یکی از آنها باید بپرسد که تا حالا چه کاری کرده اید. خدا پدر مادر تو بیامرزه. آقای مالک، شما با اون آقای مالک و خانم مالک که تو فارس چرچ بودن، همسایه پدر مادر من بودن، آشنا هستی یا نه؟ اگه هستی کجا هستن؟ هستن؟ نیستن؟ مسن بودن؟ امیدوارم اگر هستن که سالم باشن، اگرم رفتن روانشون شاد باشه. بله، اون مالک هم خیلی خانواده خوب بودن. این آقای علی مالک میپرسه. از آنها باید پرسید که تا حالا چی کار کرده اید؟ این همون درباره من توضیح میده. باید بگی آقا ما تا شما میگی، مثلا آقای رضا پهلوی میخواد یه گراسروت را بندازه، این خانم یا آقای بهار مرادی لازم نیست به من فوش بده، تازه به من منو تهدید میکنه که من وقتی آقا رضا رو دیدم چغلی، شما شیرازی ها به شکایت میگید چغلی، شما میگید نه اون چغال بادام نیست، میگه رفتم چغلیشو کردم. اصلا نمیدونم این اصل کلمه از کجا اومده، بزنید این شیرازی ها. خیلی من مالک مرزبان یا ملک مرزبان هستم. خیلی ممنون آقا که توضیح دادی، خوشحالم. مهم نیست هر کی هستی، به قول اندی گفته اهل هر کجا که باشی، ما همه ایرانی هستیم و خوشحالم که شما امروز با ما هستی. بله آقا، من به مردم میگم شما نمیتونی بیای تو کنار خیابون وایسی به مردم بگید پول بدید به من میخوام برم چلو کبابی باز کنم. طرف میگه قبلا کجا کار کردی؟ اگه گفتی من تو کباب بازار بودم، من تو موبیدیک بودم، فلان بودم، اینها، میگن تو همونه که اومدی سر میز خدمت میکردی، تو که بلد نیست آشپزی کنی. ببین میخواد یه چلو کبابی باز کنه، خواهش شماها میگید بدید به ما کلید ایران بریم. حالا کلید چم دست ما نیست خدایی، برید بگیرید، شما برید کلید رو بگیرید. مگه خمینی قبلش آگهی میداد میگم من میام رفراندوم میکنم فلان؟ برید اصلا روش اونو اجرا کنید. چیزی که از چون اون بد بود، دروغگو بود، وقتی شما آمدید به مردم آزادی بدید. بس درباره ستاد بنزه کافی صحبت کردیم، همینجا دعوت میکنیم از افراد ستاد، همینی که ما هستیم، ما انقدر جنبش ها، هر کلمه که ما میگیم یه جنبشه، جنبش ما هستیم،
جنبش ما بودیم، حالا بیشتر هستیم. جنبش ما رفتیم، شما برو کتک خوردی به من خبر بده. جنبش شما برو که من پشت سرتم. در هر صورت این 30 نفر، 40 نفر، 60 نفر، بعد با افتخار بگید، بگید ما 4 نفریم. فردا اعلام کنید شدیم 5 نفر، شدیم 6 نفر. دروغ نگید به مردم، میلیون ها نفر. آقا 20,000 تا ایمیل داری، 20,000 تا ایمیلو که میفرسی اولش بنویس که لطف کنید دوستان یه جواب به ما بدید که ما ببینیم چند نفر اینو میگیره. من یه ایمیل که میاد از این دوستان مثل آقای زرابی، مثل جبهه ملی آقای زعیم، وقتی که ریپلای تو آل میکنم از 150 تا 35-6 تاش برمیگرده. یعنی چی؟ اینا یا مردن یا اومده رو ایمیلش حافظش دیگه کار نمیکنه، نتونسته ساین این کنه، یا ایمیل جدید گرفته، این ایمیل قدیمیه دیگه پر شده، باونس میکنه، باونس میکنه مثل چک برگشتی. اینجا میگن باونسینگ چک، مثل بسکتبال که شما میزنی زمین باونس بر. خب اینا رو ترتمیز کنید، اونی که ایمیلش برمیگرده پاک کنید. خمینی میگه دلخوش به این نباشید که ما آب و برق و گاز و فلان آدمتونم میکنیم، این دلخوش نباشید که 20,000 تا رو ایمیلتونه. از این 20,000 تا من برای یه نفر مینوشتم، براش نوشتم آقا شما که این مقالای به این طولانی رو مینویسی بپرس از مردم، بگو آقا صفحه 1 و 2 و 3 رو خوندی، مثل سربی بنویس من تا صفحه 3 رو خوندم، یا اون فارسی میگفتن لغایت، یعنی تا بله میگه من دنبال لغت چغلی خیلی گشتم، در هیچ فرهنگ زبانی وجود ندارد، فقط یک گویش قدیمی شیرازی است. خیلی ممنون، حالا کاری کردی که من چغلیت نکنم. بله، در هر صورت نمیدونم چجوری میشه، اگه میدونستم خب من رابطه یه جنبشی را مینداختم، ولی چون من وقتی میشینم فکر میکنم میبینم من تواناییش ندارم، استاپ میکنم. بهتون گفتم سالها پیش ما اولین باری که ما به ایراد گرفتیم گفتیم آقا رضا اینجوری نیست، این آقای داور گفت خب آقا تو که میگی این نمیتونه تو بیا جلو. گفتم نه آقا اینجوری نیست، شما اگه رفتی یه رستوران خوراکی که بهت دادن بد بود، توی مهمونی گفتی آقا من رفتم این رستوران خوراکش بد بوده، طرف بهت بگه آقا از فردا تو بیا بپز، شما نظرتو بر اساس اون چیزی که تجربه کردی میگی، قرار نیست هر کسی یه چیزی گفت بهش بگی خب پس تو بزن. اینم این ضرب المثل بدی هست، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، و برید واقعیت چه نگاه کنید ببینید چیه. طرف میخواسته نی بزنه، یه بادی از خودش میزنه بیرون، به باسنش میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن. اصلا نگیم به کسی گر تو بهتر میزنی بستان بزن، نظرشو بشنویم، قبول کنیم کارمون اشتباه، درست کنیم، حتی بنویسیم. بنویسیم آقا یه نفر دیوانه‌ای در ویرجینیا زندگی میکنه به نام سوربی، این آمد یه چیزی گفت درست میگه. وقتی هی ما میگیم ما، این ما کیان؟ به قول این دوستمون آقای ملک مرزبان، کی هستن؟ به اصطلاح سابقه شون چیه؟ مردم به اینا اطمینان میکنن؟ یا مردم به شما تماس میگیرن میگن آقا ما میخواستیم بیام چون این اونجاست ما نمیایم؟ شما خیلی آرام با بندازی بیرون، صرفا به این دلیل که یک نفر یکی حساب میشه نباید همه رو بیارین داخل. بله سوربی، دوباره مثال از چلو کباب آوردی، گرسنم شد، یه مثال دیگه بزن. چشم، کاهو و سکنجبی. خوبه؟ من دنبال لغت اونم گشتیم و اینها. بله دوستان، ساعت 2:53 است، اجازه بدین من اینو ببندم ببینم اینجا براتون چی پیدا کنم، یعنی چی گذاشتم که بهتون بگم. آلمان درباره عمدی بودن نقص فنی هواپیمای انگلا مرکل تحقیق میکنه، گویا دستکاری کرده بودن. اینجا میگن سبتاج، نمیدونم به فارسی چی بگیم. مثلا تو فیلم های ایرانی یادتونه فردین داشت میرفت آش آوازم میخوند، آوازش که تموم میشد مردم هم تو سینما کف میزدن، یه دفعه میخواست بپیچه میزد ترمز، آخ ترمزشو بریده بودن. به این میگن سبتاش، یک کسی چی میگن دستکاری کرده. در صورت میگه هواپیمای انگلا مرکل به موقع نرسید.
خانم الهه دانشزاده میگه من هم که تهرانی هست در خانه ما چغلی گفته میشد. آه خب جالبه، خیلی ممنون که اینو گفتی. بله شما همون هستید که پیامم گذاشتید، بیشتر ممنونم. اون روز دوستان دیدید که گفتم یک خانمی ما پرسیده بودیم که این آزمایش دی ان ای و ایشون انجام داده بود، بعد دوباره پرسیدیم. چقدر قشنگ شما اولا پیامی که میذارید کوتاه، مفید، مختصر، اطلاعاتی که خواسته شده میگید، یعنی وقت تلف نمی کنید. قشنگ ایشون گفته که نه، برای من به اصطلاح هیچ تغییری قبل از دی ان ای و بعد از دی ان ای نکرده، بلکه بهتر، خوشحال ترم که با جاهای دنیا در رابطه هستم و میدونم که من فقط از این نقطه نیستم، ضمن این که ایران رو دوست دارم. اصلا پیام شما رو پرت کردم. وکیل سابق ترامپ دروغگویی به کنگره را پذیرفت. دوستان این جزغاله میدونید چیه؟ جزغاله وقتی یه چربی تو ماهیتابه کباب میشد، یعنی میسوخ، روغنش در میومد، میگه اوه این دنبه جزغاله شد. یا وقتی یه چیزی میسوخ دیگه اصلا قابل تشخیص نبود، میگفتن جزغاله. این ترامپ داره جزغاله میشه، پدرش در اومده. یعنی اون یکی میره دادگاه میگه آقا به من زندانی ندین، من این چیزا رو میگم. الان ماجرای دوستانی که طرفداری از ترامپ کردید، هی میگفتن چرا این روسیه اینجوری، میگه خب بده میخواد با روسیه دوست باشه. یه دوست من میگه آقا سربی دیگه حالا شما این نوبل رو به این بده، انگار که نوبل رو گذاشتن رو میز من، فقط من باید میدادم دست آقای ترامپ، نوبل رو به این بده، ببین با کره شمالی حمله نشد و فلان اینا. بعد ببینید کره شمالی چه کلکی به این زد، خودشو تو دنیا مطرح کرد، با کره جنوبی، با چین روابطشو بهتر کرد و این مردک پیر شالاتان اینجوری تو دنیا آبروش رفت. حالا روسیه معلوم شده این آقا دنبال این بوده که به ترامپ، به پوتین باج بده، یه پنت هاوس 50 میلیونی بده تا اونا اجازه بدن این یه ساختمون بلند اونجا بسازه. حالا من نمیدونم، ولی اینم مثل کنسره. شما اگه یه قده کنسری رو بیاری ازش بپرسی آخه تو که آمدی تمام بدن اینو گرفتی چه سودی داری که اینقدر سعی داری سینه‌شو که کنسر گرفتی به استخونش هم بزنی، به نمیدونم کبدش هم بزنی. این ذات کنسر اینه، ذات ویروس اینه که هی میخواد بیشتر و بیشتر داشته باشه. تو عربستان و تو آمریکا و تو ایرلند و اینا براش کافی نیست، میخواسته توی روسیه هم داشته باشه که خورد همزمان شد با انتخابات. و یه نفر هست که هی اینجا میگفت اینا این پیچ نمیشه، تا دیشب گفت که من فکر میکنم این دور اولش هم تموم نشه و از رئیس جمهوری بره. حالا اگر شانس بیاره این پیچ بشه بره مثل نیکسون خداحافظی کنه، و اگه نه ممکنه اصلا محاکمه و زندانی و اینها بشه. باید صبر کرد و دید. جزغاله، بله اوکی. چغلی یعنی کسی پشت کسی دیگر حرف بزند. نه عزیز من اون غیبته. نه عزیز من چغلی یعنی این، من و آقای اکبری داریم بازی میکنیم، من میرم به پدرش میگم آقا این آقای اکبری کلاه منو برداشت انداخت تو آب. این چغلیه. شکایت چغلی. فرق جان اذیت نکن دیگه، حالا 4 تا نوار شیرازی گوش دادی، فکر نکن از من شیرازی تری. خاک منجمد و خطری که ساکنان زمین را تهدید میکنند، جنگ تجاری چین و آمریکا چشم امید به بوینس آیرس دوخته شده، همین آرژانتین امروز هم وایسادن امضا کردن، خیلی خنده داره. نگاه کنید اون دوتا مال مکزیک، امروز آخرین روز رئیس جمهوری این بود، از فردا جدیده میاد. این یکی هم نادان ما شالاتانه این وسط، این جوان هم مال صدر اعظم کانادا وایساده اونجا، اینا امضا میکنن. بعد این مثل بچه کلاس اولیا دیدی که بلد نیستن بیشتر طول میکشن، مثلا شما مینویسی سلام حالم خوبه، ولی اگه به یه بچه کلاس اولی بگی سلام حالم خوبه میگی سه ا ل ا، همینجوری داره مینویسه. اونا وایسادن بعد تنها کسی هم که این ور داره اینجوری نشون میده ذوق میکنه وقتی امضاشو میبینه. ببرمتون با آقای لادن 2 هفته‌ای نبودیم، ببینیم که ایشون چی میگن. اگر وقت برسه گفتم در رابطه با اون ماجرای سازمان و بنیاد هم از ایشون سوال میکنم، اگرم وقت نرسه که وقتی دیگر. بذارید من این ویدیو رو خاموش کنم
و ببرمتون در دفتر بسیار زیبای آقای لادن. 4x3 ما یه مانیتور دیگه گذاشتیم فقط برای اسکایپ، این بره مانیتور شماره 4. خب دوستان عزیز، سلام میکنم به آقای لادن، امیر حسین لادن، و خوشحالم که ایشون فرصت پیدا کرده این هفته با ما باشه. بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. آقای لادن، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما و درود بر بینندگان و همیهنانمون. قرارم این بود که چون 64 سال از اعدام حسین فاطمی وزیر امور خارجه مصدق میگذره و داستان و زندگی و گفته های اون میتونه در چنین موقعیت بحرانی برای میهنمون مفید باشه، گفتگویی در مورد ایشون داشته باشیم. حسین فاطمی ساعت 4 بامداد چهارشنبه 19 آبان 1333، یعنی در حدود 15 ماه پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد، سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی، سرتیپ آزموده دادستان ارتش و همراهاشون میرن به زندان لشکر دوی زرهی که حکم اعدام حسین فاطمی رو به او ابلاغ کنن. و آزموده، سرتیپ آزموده میگه که اگر وصیتی دارید بفرمایید. شما مکرر میگفتید من از مرگ ابایی ندارم. فاطمی حرفش رو قطع میکنه، میگه بله آقای آزموده، مرگ حق است و من از مرگ ابایی ندارم، آن همچنین مرگ پر افتخاری. من میمیرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرت گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کرده و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نماید. میگه من درهای سفارت انگلیس را بستم، غافل از این که تا دربار هست سفارت انگلستان سفارت لازم ندارد. 8 گلوله تیر از دهانه لوله تفنگ‌های 4 مأمور، 2 تن ایستاده 2 تن نشسته، شلیک میشه. زنده باد مصدق، آخرین کلام فاطمیه. و این بخشی که الان براتون گفتم، این 2 خط آخر از کتاب خاطرات و مبارزات حسین فاطمی. و ما ببینیم که حسین فاطمی چرا میبایستی اعدام میشد، گناهاش چی بود. گناه نابخشودنیش این بود که در 1328 پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو به مصدق و جبهه ملی میکنه که مورد تایید و تصویب قرار میگیره و گرد این ملی شدن ملت ایران بسیج میشه و حرکت میکنه. دوم، سخنان روک و بی پرده حسین فاطمی بود در مورد شاه و دربار که حالا با هم مقدارش رو مرور میکنیم. سوم، نوشته های افشاگرانه در مورد نقش چپاولگرانه استثماری انگلیس ها در ایران. سرمقاله های روزنامه باختر امروز که متعلق به فاطمی بود جزء اتهامات فاطمی بود در دادگاه نظامی، به ویژه 3 تا از اون سرمقاله ها مال 3 روز به خصوص، 25 مرداد، 26 و 27. در یکی از اینها می نویسه، این حالا کمک می کنه که ما
قلم و سخن و اندیشه حسین فاطمی رو بهتر ببینیم. بنویسه چندی پس از حادثه 9 اسفند با شاه گفتگویی داشتم. اینجا اشاره کرده به 9 اسفند. برای همیهنانی که یا فراموش کردن 9 اسفند چیه یا نمیدونن 9 اسفند چیه، روزی که دربار شاه افسرهای پاکسازی شده ارتش آیت الله کاشانی و شرکاش تصمیم گرفته بودن که مصدق و وقتی میره به دیدن شاه در دربار بکشنش. ادامه میدیم به نوشته حسین فاطمی. میگه که مصدق میگه شاه به فاطمی میگه مصدق از من رنجیده به گمان این که در حادثه 9 اسفند من دست داشتم. شما چه میگویید؟ فاطمی میگه من بی پروا به او گفتم که من تردید ندارم که اعلی حضرت به وجود آورنده این صحنه شرم‌آور بوده اید. بعد در چشمان او نگاه کردم، گفتم بفرمایید تا کجا میخواهید بروید؟ آیا اعمال فاروق برای شما درس عبرت نیست؟ اینجا فاروق منظورش ملک فاروق پادشاه مصر. میگه فاروق برای انگلیس به ملت خود پشت کرد، تا آنجا رفت که تخت و تاج خیش را از دست داد. مگر شما چه بدی از ملت دیده اید که در صف مخالفت مخالفین قرار میگیرید؟ در ادامه می نویسه، اینجا دیگه پیش شاه نیست، این توی نشریه است، که داره میگه که دربار در تمام طول 10 سال اخیر قبلگاه هرچه دوز، هرچه بیناموس، هرچه باخورده اجتماع بوده قرار داشته و از همه بدتر تنها تکیگاه خارجیان و نقطه اتکای سفارت انگلیس بوده است. دربار دشمن همه آزاد مردان و تن پرستان و خصم مبارزان راه استقلال و آزادی است. گفتیم که 3 روز از اون نشریه، از سرمقاله های روزنامه باختر امروز از همه مهمتر، 25، 26 و 27 مرداد. حالا ببینیم چرا. شب 25 مرداد، کودتای 25 مرداد انجام میگیره. این کودتا طرحی بوده که CIA و MI6 که ضد اطلاعات انگلیسه با هم دیگه این طرح ریخته بودن و قرارشون این بود که شبونه مصدق، هیئت دولت و فرمانده ستاد ارتش رو دستگیر کنن که حکومت سقوط کنه و از ساعت 11:30 شب به بعد آغاز میکنن، میریزن تو خونه حسین فاطمی دستگیرش میکنن، میریزن تو خونه مهندس حقشناس زیرک زاده و اینا رو دستگیر میکنن. حتی زیرک زاده با لباس خونه و پیژامه بوده، کفش هم پاش نبوده، هرچی اصرار میکنه اجازه بدن لباسم عوض کنم، میگن نه، و میرن به خونه سرتیپ ریاحی رئیس ستاد که اونو بگیرن. ولی بر حسب قضا ریاحی داشته تا دیر وقت کار میکرده، وقتی میاد به طرف خونه سربازا و ماشینا رو میبینه دور میزنه برمیگرده میره ستاد. دو تا خانوم، دو تا زن که منزلشون نزدیک ستاد بوده، حسین فاطمی رو توی یک کامیون سرباز میبینن که دستگیر شده و چند تا کامیون سرباز هم دورش گرفتن. میرن تو خونه و زنگ میزنن به شهربانی و زنگ میزنن به منزل نخست وزیر. این مسئله کمک میکنه که نگهبانان مصدق یه مقداری حواسشون جمع باشه. سرهنگ نظیری فرمانده گارد سلطنتی بوده که جز این برنامه کودتا بوده، با دو تا کامیون سرباز درجه دار مسلسل به دست، زره پوش، یه اتومبیل بیسیم و چندین ماشین دیگه، یعنی عده بسیار زیادی،
ساعت 1 صبح میرن به طرف خونه نخست وزیر. نزدیک خونه که میرسن چراغای خیابون همه رو دستور میدن خاموش کنن که بتونن کارشون رو تو تاریکی انجام بدن. و جلوی در خونه نخست وزیر سرهنگ نصیری میاد پایین، میبینه یه سروان به نام فشارکی جلوی در وایساده. سروان بهش میگه که چی میخواین؟ میگه نامه یه بد بدم به نخست وزیر. میگه بدین به من میدم به نخست وزیر. میگه نه به شما نمیتونم بدم. میگه تشریف داشته باشین. یه عده نگهبانا رو میذاره جلو در، میره تو در قفل میکنه و به فرمانده خودش که سرهنگ دفتری بود، سرهنگ دفتری مسئول قرارگاه نخست وزیره. در این ضمن و با اون تلفنی که اون دو تا خانم کردن، سرهنگ دفتری به کلانتری محل خبر داده که احتیاج به کمک دارن و میاد بیرون میگه بفرمین، نامه رو میگیره، باز دوباره در قفل میکنم، میره تو، نامه رو میده به مصدق، یه رسید میگیره. و خیلی جالبه که میگن مصدق انقدر حواسش جمع بوده که روی رسید نوشته 1 بامداد و بعدن این جزء مدارکیه که توی دادگاه نظامی مصدق هست. و اینو میدن به این سرهنگ نصیری. در همین موقع رئیس اون کلانتری با گروهش از راه میرسن، اسمش از سرهنگ ممتاز. سرهنگ ممتاز به نصیری میگه چی میخوان شما؟ میگه که اومدیم یه نامه میدن. میگه که با یه دونه لشکر با زره پوش و مسلسل به دست ساعت 1:30 صبح اومدیم نامه بدی؟ و نصیری جوابی نداره. ممتاز با ستاد تماس میگیره، میگن نصیری رو دستگیر کنین و بفرستین. خب ببینین این ماجرای 25 مرداد. روزنامه باختر امروز فردا صبحش، یعنی 25 مرداد، تیترش اینه: قرار بود ساعت 5 صبح امروز مصدق، فاطمی و ریاهی را اعدام کنند. بعد توی این نشریه، توی این روزنامه، فاطمی جریان یورش شبانه رو به منزل خودش که به وسیله 50 تا مسلسل به دست گارد سلطنتی بوده می‌نویسه، توضیح میده و میگه یه ستمانی کمی همراه اینام بود که به من گفتش چیزی نیست، ناراحت نباشین، همه دوستاتون اونجاست. یعنی به فاطمی داره میگه که همه تونی گرفتیم. پس از دستگیری نصیری، اولا اون موقعی که سرهنگ ممتاز میان و دور نصیری رو میگیرن، یه ده از همراه های نصیری شروع میکنن فرار کردن. اینم ارتش شاهنشاهی. و دومانی که با دستگیر شدن نصیری، اونایی که دستگیر نشده بودن پنهان میشن و فرار میکنن. فاطمی مینویسه که توی در اون قراردادگاه، اونجایی که گرفتنشون، میگه میخواستم برم روشویی، سربازها به فاصله به من احترام گذاشتن. میگه من حواسم جمع شد که من هنوز وزیر هستم. بعد یه افسری خواست من نزدیک بشه یه چیزی بگه، سربازه اسلحه گرفت روش، گفت متوقف شو، از این اتاق برو بیرون. دیگه بعد اون افسره تو راه رو به من گفت شما شانس آوردید. گفتم چطور مگه؟ گفت ما زدیم و نگرفت. دیگه من فهمیدم که این کودتا با شکست روبرو شده و اینا یعنی گارد، اعمال گارد سلطنتی رو خونسا کردن. و اما در ادامه این سه تا روزنامه باختر امروز، روز 26 تیتر روزنامه هست: خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. اینجا خائن میدونین که منظور شاهه. قبلا گفتیم که چقدر رک و بیپروا همه چی رو مینوشت. بعد در ادامه نوشته که قرار کودتاچیان با فرزند عاقد قرارداد 1933، دارن راجب رضا خان صحبت میکنن و قرارداد 1933 رو قبلا توی یکی از برنامه بهش اشاره کردیم که قراردادی بود که به دستور انگلیس رضا شاه نوکرشون در ایران پیاده کرد که صدها میلیون دلار به ایران لطمه زد و 30 سال به قرارداد اضافه کرد. و اما میگن که قرارداد کودتاچیان با شاه این بود که اگر
در خفه کردن صدای ملت، نابود کردن حکومت ملی توفیق پیدا کردن و توانستن بر دست و پای افراد وطن پرست و آزادی خواه زنجیر بگذارن، رادیو تهران در ساعت مقرر برنامه معمولی خود را شروع نکند تا سردسته خیانتکاران یعنی شاه از کلاردشت با هواپیما خودشو برسونه به تهران و مزد فروش وطن و تجدید عهد اسارت و مرگ استقلال و محو حاکمیت مملکت را از انگلستان بستاند. در ادامه می نویسه این جوان هوسباز با یک چنین اندیشه خام و احمقانه‌ای فراموش کرده بود ملتی وجود دارد که همه این مبارزات و افتخارات وطن، تمام جهاد ملی شدن نفت و مجموع عملیات چند سال اخیر در طرد نفوذ شوم و خانه برانداز استعمار انگلستان و عاملان او می باشد. فاطمی میگه که من همیشه گفتم که حق این بود که پیش از بستن کنسولگری ها در شهرستان ها و سفارت فخیمه در تهران، منظورش از سفارت فخیمه سفارت انگلیسه، دربار آن مرکز ننگ و رسوایی که انگلستان را خالق خود میداند و ساخت پرداخت شده جنرال آیرون ساید و مستر هاورد معروف است کوبیده شود و درب این خانه مجری اراده اجنبی ها را گل بگیرند. در ادامه می نویسه این دو خط رو میخوام خواهش کنم که بینندگانتون بهش توجه بکنن. این آقازاده فرزند همان پدریست که 20 سال ایران را غارت کرد، نصف مملکت را به صورت املاک اختصاصی درآورد و عایدات سالانه او سر به ده‌ها میلیون گذاشت. سرانجام روزی که باید از منافع کشورش دفاع کند با کامیون جواهرات فرار را در پیش گرفت. علت که خواهش کردم به این دو صفت توجه کنین اینه که اگر ما 67 سال پیش این دو صفت رو کاملا خونده بودیم و یاد گرفته بودیم، نه نهضت ملی شدن شکست میخورد و نه 25 سال دیگه شاه برای اجانب در ایران سلطنت نمیکرد. ما فرهنگ نخواندن داریم. در ادامه فاطمی می نویسه پسری که وارث کودتای ننگین بود برای تحکیم پایه‌های لرزان و سست جنایات آمیز خیش با نهضت ملی وطن که با خون فرزندان سی تیر آبیاری شده بود شبیخون ناجوان مردانه زد، ولی چون نقشه ابلهانه اون نگرفت بعد از یک ساعت با هواپیما گریخت و در کنار سفارت انگلیس در بغداد فرود آمد. می‌بینیم که کودتای 25 مرداد به پیروزی ملت و گریز شاه منجر میشه. خب همینطور که می‌بینیم حسین فاطمی بی‌پروا و آشکار از یک طرف دسایس و توطئه‌های انگلیس رو به نمایش میذاره و از اون طرف نشون میگه شاه، نوکران و عوامل بیگانه چجوری همه جنایاتشون داره برملا میشه، دسیسه هاشون داره رو میشه. و اما این مسئله که دست شرکت نفت رو کوتاه میکنه، سفارت رو میبنده، اونا رو اخراج میکنه، نه تنها یه شکست بزرگی برای انگلیس در ایرانه، ولی امپراتوری انگلیس رو در جهان سوم و کشورهای مورد ستم کاملا آسیب پذیر میکنه. نشون میده که میتونن بزنن تو دهن انگلیس. و اما اینجا میخوام یه خیلی کوتاه مروری بکنیم به نوشته لطف‌الله میثمی در مورد برخی از کارهای فاطمی و دولت مصدق.
می نویسه که شهید فاطمی از نزدیکترین یاران مصدق بود که در دوران حکومت 28 ماهه با همکاری یک دیگر از طریق بسیج مردم توانستند و تعدادی رو با 1, 2, 3, 4 مشخص کرده. برای مثال میگه 1. از شرکت نفت ایران و انگلیس خلعیت کنند. 2. شیلات را ملی کنند. 3. سیاست غیر متعهد و موازنه منفی را برقرار نمایند. 4. وزارت دفاع را از طریق قیام ملی 30 تیر از شاه باز ستانند. مجلس فئودالی انگلیسی درباره سنا را منحل کنند. اقتصاد بدون نفت را تنظیم کنند. لانه جاسوسی یعنی سفارت انگلیس را تعطیل کنند. اینجا خیلی خوبه، میگه که قانون 20% کل محصول روستاها را به نفع دهقانان تصویب و به مورد اجرا درآورند و همینطور قوانین حمایت از کار، و این لیست همینطوری ادامه داره. ولی در اینجا دیگه نوشته ایشون رو میذاریم کنار. و اینکه انگلیس و شاه و دربار دنبال کشتن فاطمی و نابودی نهضت ملی شدن نفت بودن قابل درک، ولی از دید من ایرادی که به شخص مصدق، دولت مصدق و جبهه ملی وارده اینه که چرا پس از ماجرای 9 اسفند دشمن رو قلقم نکردن؟ این دشمن اومده مصدق رو بکشه دیگه، از این بدتر که نمیخوان که، چرا قلقم نکرد؟ ولی از اون بدتر، عاملان کودتای 25 مرداد که اومدن توی خونه های شما، شما رو دستگیر کردن، شما دیدین که نوشتن میخوان شما رو اعدام کنن، چرا اینها رو دستگیر و زندانی و دادگاهی نکردی؟ از دید من این رفتار دیگه ربطی به این که مصدق دموکرات و لیبرال بود نداره. به نظر من یه نوع بی‌اعتنایی به اهداف نهضت ملی کردن نفته، بی‌اعتنایی به کوتاه کردن دست انگلیس از گریبان اقتصادی سیاسی ایرانه، بی‌اعتنایی به رسوا کردن و برکنار کردن نوکرها و عوامل بیگانه است. این ایراد به شخص مصدق، دولت مصدق و جبهه ملی وارده. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. ببخشید صدا اینو کم کنم. خب شما این ایرادی که میگیری، اگر این کار انجام داده بودن که میشد یه چیزی مثل خمینی، چون خمینی هم یه جا اومد از خودشون انتقاد کرد، گفت ما به اندازه کافی نزدیم و نکشتیم و اگر کشته بودیم این اتفاق نمیافتاد. ولی یه سری از دوستان میگن که آقای حسین فاطمی تندرو بوده و حتی برخلاف خواسته های آقای مصدق و برخلاف برنامه‌شون که همون سلطنت بوده بدون دخالت پادشاه در حکومت، ایشون جمهوری اعلام کرده بوده. نظرتون در این مورد چیه؟ خب البته این فقط حرف، سندیتی وجود نداره که ایشون هیچ چیزی اعلام، ایشون وزیر امور خارجه دولت مصدق، اصل مصدقه که وقتی که حسین اعلی وزیر دربار میاد پیش مصدق که راجع به فاطمی که ایشون خیلی تند توهین میکنه اینا، مصدق میگه که من به اعلیحضرت قول دادم، سوگند خوردم که من تا زمانی که به قانون اساسی احترام گذاشته بشه من به سلطنت وفادارم، و رئیس دولت مصدقه، اونای دیگه همه در تحت اختیار مصدقن. از اینکه حسین فاطمی بی‌پروا حرف میزد و به خائن میگفت خائن، این شکی وجود نداره. کسی مصدق تا لحظه تو حتی توی دادگاه نظامی به شاه نمیگفت خائن، میگفت اعلیحضرت فرمودن. اون سیستم خودش داشت، روش خودش داشت. و من امروز به شما میگم که معتقدم وجود فاطمی و نحوه گفتار و نوشتارش هم
لازم بوده که یک تعادلی به وجود بیاره برای مصدق که دیگه کاملا اون طرف داستان بود، یعنی شاید به قول بعضی ها از شور به درش کرده بود دیگه. دموکرات و لیبرال بودن هم یه حدی داره. این دوست ما از آلمان همشهریمون میگه که مصدق در تصمیم گیری ها خیلی متزلزل بود. شما گفته ایشون رو قبول دارید یا نظر دیگه ای دارید؟ یکی ایشون به کار میبره مشکل دارم. متزلزل نبود، اتفاقا مصدق خیلی از این نظر پابرجا بود، ولی وجودش تمام اندیشش در چارچوب یک حکومت دموکرات بود، رفتارش دموکراتیک و لیبرال بود. ببین همون اولی روز اول که مقام نخست وزیر رو قبول کرد، جراید رو جمع کرد، گفتش که من دخوام به شما بگم که شما کاملا آزادی که هر چی میخواین بنویسین، ولی حرمت کلام و قلم رو نگه دارین و به کسی تهمت نزنین، درباره من هر چی دلتون میخواد بنویسین. خب کسی که در این حد، شما نگاه کن الان حیوانی که در آمریکا حکومت میکنه، هر کس که کوچکترین چیزی بنویسه که به دلخواهش نباشه بهش حمله میکنه، میگه اینا دشمنه. مصدق اصلا برعکس این مطلب بود. مصدق متزلزل نبود، پایدار و استوار بود، ولی زیادی از حد. ما داریم راجع به 1330 و تا 32 صحبت میکنیم. مصدق 2 سال و 3 ماه و 15 روز حکومت کرد. در اون زمان، ما امروزش تو ایران میبینیم که چی هستیم، در اون زمان مطلقاً دموکرات، همه چی رو برای مردم بخواست. و یکی از مشکلاتش با شاه این بود که میگفت دولت خدمتگزار مردمه، مردم رعیت نیستن، بنده نیستن، صاحب کشور هستن. خب اگه این متزلزله، من به این متزلزل رأی میدم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، در حین صحبتهای ایشون من صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم که الانم میبینید. این آدرس فیسبوک ایشون هم هست، بذارید بهتون نشون بدم. facebook.com ممیز یا /amir.h که برای حسین هست، /لادن. اگر فکر کنم بهترین روش تماس با ایشون همین باشه، و قرار هست که یک تلفنی هم آقای لادن به ما بدن بذاریم اینجا، ولی تا اون موقع این شماره تلفن 202-695-2573 میتونید پیام بذارید، میتونید تکست ارسال کنید و برای این دوستان در اندیشکده ارسال میکنه. من دفعه قبل گفتم سازمان اندیشکده، شما گفتید که ما بنیاد اندیشکده هستیم. اگه لطف کنید تفاوتش رو برای من بگید که چرا ما باید وقتی که مثلا شما بنیاد هستید حتما قید کنیم که بنیاد با سازمان فرق میکنه. البته دلیلی که من نمیدونم، به غیر از شما کلمه کمدانی رو استفاده میکنید، خیلی کلمه خوبیه، به غیر از کمدانی من این هست که ما این چیزها رو تو ایران نداشتیم، باهاش بزرگ نشدیم، باهاش آشنا نیستیم. اگر لطف کنید اینو توضیح بدید ممنون میشم. در حد دانش خودم میتونم توضیح بدم. بنیاد معمولا به یک سازمانهایی میگن که برای پول درست نشدن، برای درآمد درست نشدن، و اکثرشون، اگر نه همهشون، شاید غیر انتفاعی هستن. بنیادهای آموزشی هستن و بنیادهایی هستن که دنبال پول و درآمد نیستن. من در این چارچوب بنیاد رو میشناسم. بسیار ممنون. همون مترادف فاوندیشن دیگه، نه توی انگلیسی؟ کاملا. بسیار ممنونم. خیلی خوشحالم که تونستید با ما باشید. امیدوارم هفته آیندهم شما رو داشته باشیم. حالا زمستون میشه، بیشتر شما باید تو آفیس باشید و کم کم اسم شما رو می‌خواستیم بذاریم مارکوپولو. ولی خیلی ممنون، لطف کردید که با ما بودید. من اول برنامه درباره
دوستان در ستاد پشتیبانی از جنبش ملت ایران صحبت کردم، اگر لطف کنید، اگر وقت داشته باشید، شما هم یه نگاهی کنید، یا به صفحه اونها نظرتون رو بگید یا به برنامه‌ای که من داشتم و نظرتون رو بگید، من ممنون میشم، میتونم ازش استفاده کنم. مرسی. حتما. سپاسگزارم. خیلی ممنون. آخر هفته خوبی داشته باشید. همینطور شما همیهنانه. امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و ممنونم که میان وقت میذارن و با من و شما صحبت میکنن، نظراتشون رو میگن و باید اینجوری باشه، باید با هم صحبت کنیم، نظرات دیگران رو بشنویم. یکی از دوستان در حین صحبت آقای لادن برای من فرستاد که آقا در وبسایت CSIF Movement درباره ما نوشتن. حالا من میبرمتون میخونیم با هم، شما خودتون قضاوت کنید. این صفحه درباره ما از CSIF Movement، ببینم شما میبینید الان. بله. خب درباره ما میایم کمی پایین، این عکس خانمی که تو ایران یه حرکتی رو درست کرد که رفت روی یکی از این جعبه های به اصطلاح مال برق و این چیزها که سر چهارراه است و روسریش رو در آورد و اعتراض به حجاب اجباری، بسیار کار خوب پسندیده، یک جنبش یک نفره‌ای که بدون کلام حرفش رو زد. این خیلی مهمه ها. شما نگاه کنید بعض وقتا می‌بینید یه نفر 2 ساعت صحبت میکنه، شما با دوستت از جلسه که میای بیرون یه نگاه به هم دیگه میکنید، میگه خدا وکیلی این چی گفت، اون میگه والا منم نفهمیدم، من میخواستم از تو سوال کنم. بعضی وقتا باید واقعا حرفام رو خلاصه و مفید بزنیم. خب حالا اینجا نوشتن درباره ما، ببینیم چه توضیحی دادن. وقتی میایم پایین دوباره زیر این عکس نوشتن فراخوان، آرمان نامه، اساس نامه، ستاد پشتیبانی از جنبش ملی ایران، فراخوان، باز همون چیزایی که من براتون خوندم، ما شماری از اینها، آرمان نامه، دوباره ما بنیانگذاران، میایم اینجا اساس نامه، بخش بندی و تشکیلات و شرح وظایف، انگار که ما همه چیزها رو الان میدونستیم، فقط مشکلمون این هست که اینجا کی مسئول کدوم کمیته است. شما میدونید اینجا توی سنا و مجلس اینا وقتی میری کمیته های مختلفی هست، اینا توضیح دادن. یک، این اصلا درباره ما این غلطه، درباره ما شما باید توضیح بدید من فلانی هستم یا ما، اسامیتون رو بنویسید، فلانی هستیم، نظرمون اینه، سابقمون اینه، مردم بیان نگاه کنن، والا این اساسنامه و آرمان نامه و اینا رو شما دوباره جمع کردی، به قول ما شیرازی ها چپوندیش توی قسمت about us یا درباره ما، که این صفحه خالی نباشه. من در حینی که آقای لادن داشتن صحبت میکردن، برای این دوستان توی یک صفحه دارن که به اصطلاح قسمت نامه نوشتن یا ارتباط با ما یا تماس با ما، براشون نوشتم که من در برنامه امروز درباره شما صحبت کردم، از شما هم دعوت کردم که بیاین نظراتتون و برنامه آینده رو برای ما بگید. دوباره یه جا دیدم نوشته بود که info@csimovement.com، اینجا دارم میبینم که admin@csim.cc، یکی هم یه ایمیلی اینجا بفرسته ببینیم جواب که میگیره چیه و چرا اینو. در صورت 6 پختگی و پرهیز از تندی و خودکامگی، 7 خودباوری و امید. من اینا رو بیشتر به عنوان درس اخلاق یا چیز قبول دارم. مشکل ما اینا نیست دوستان. اونی که تندروه، شما هر چی اینجا تو وبسایتت اینا رو بنویسی، اون به این عوض نمیشه. بله بعدن که شما یا دیگران بعد از ریختن این آخوندهای جانی و جنایتکار آمدید و رفراندوم انجام دادید و یک دولت خوب آمد سر کار،
آموزش بدید. من میگم آلمان بودم سال 1984 85 86، یعنی دو سالی که اونجا بودم تو سه سال تقسیم شد. شب ساعت 2 بعد از شب، خب نگرانی و اینا، خوابمون نمیبرد، وای میسادیم نگاه میکردیم تو خیابون، میدیدم ماشین میاد، وای میسه، هیچ که نیست. خب تازه اومده بودم از آمریکا، از ایران، میگفتم یه عجب احمقه، خب کسی نیست، برو. بعد دیدم شب تو تلویزیون نشون میده ربع ساعت برنامه رانندگی. آقا شما برای آلمانی برنامه رانندگی میذاری؟ اون وقت من یه پیکان می دستم میگی یا علی مدد برو مسافر کشی کن تو ایران. آموزش رو باید به ما میدادن که همراه این آموزش بزرگ بشیم. اون میشد آموزش و پرورش. الان آقای شهرام ایران بومی شوخی میکنه میگه شده آمیزش و پرورش. اون آقای سعید چی بود، بچه های مردم رو به اصطلاح آزار جنسی، دستمالی، هرچی بگیم میکرده برای کلاس قرآن، میگه آموزش آمیزش شده. در صورت مشکلات زیاده، اگه شما راه حلی به نظرتون میرسه، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بیاین اینجا صحبت کنید، از طریق اسکایپ صحبت کنید. الان من نمیدونم واقعا چند صد مایل با آقای لادن فاصله دارم، ولی میبینید که به قدرت اسلام ما ارتباط برقرار میکنیم و میتونیم با هم صحبت کنیم، از طریق فیسبوک، از طریق زوم، از طریق گو تو میتینگ، از طریق اسکایپ میتونیم با هم ارتباط داشته باشیم. و دوشنبه ساعت 12 ظهر یک برنامه مخصوص داریم از کانون آوا. شما رو دعوت میکنم که حتما باشید و برنامه هم به صورت زنده است. دیگه میشه ماه دسامبر، چون امروز 30 نوامبره، فردا میشه اول دسامبر و ماه نوامبر هم تموم شد، آخرای ماه نوامبره. و متاسفانه دوستانی که به ما قول داده بودن از آلمان، از کالیفرنیا، آقا آدرس بفرست ما برات پول بفرستیم، فرستادیم ما، نام رسان، نامه ما دیر شد و اگرم فرستادید به دست من نرسیده. حالا نگید اگه نفرستادید نگی فرستادم پستچی ما را دزد نکنید، انصاف داشته باشید. بس من دو سه بار سوال کردم اونایی که حمایت نمی کنن بگن چرا حمایت نمی کنن. کافیه برای من بگید وضعم خوب نیست، ندارم. می فهمیم که آقا همه ایرانی ها وضعشون خوب نیست، چون به نظر میرسه اونایی که وضعشون خوب نیست برنامه ما رو نگاه میکنه. خیلی ممنونم، امروز بیش از 70 نفر برنامه من رو با دیگران شیر کردن. برای من اصلا خیلی تعجب آور بود. 71 الان شده 91، روز که باید بگیم، هیچ اشکالی هم نداره. میگن تا نگوید، تا نگریت طفل کی نوشد لبن. بچه اگه گریه نکنه مادر یادش میره بهش شیر بده، یا میگه فعلا سیرش خوابیده ولش کن بیدارش نکنه. اینجا میگن که چرخ گاری یا ماشین تا قیج قیج نکنه شما بهش گریس نمیزنی. اسکویکی ویلز گت گریس اور گت اول والا. در هر صورت دوستان من عزیز، اگه میخوانی از دفعه دیگه ما بیام گریه کنیم، آخر ماه، اول ماه، حمایت کنید. ممنونم از اونایی که خودشون، دوستمون فرزاد مای 50 دلار، احمد آقا مای 30 دلار، پتیک که مای 100 دلار میده، دو ماه سه ماه زودتر میفرسه. اینا کمک میکنه، حمایت میکنه. من یه جایی حالا صحبت نکنیم در اون مورد بهتره، چون میگن وقتی آدم کمک میکنه نباید بگه. حتی یاد ما داده بودن که وقتی دست راستت کمک میکنه دست چپ نباید با خبر بشه. در صورت منتظر حمایت های شما هستیم و بریم باز ببینیم براتون چی گذاشتیم در 22 دقیقه دیگهی که با شما هستیم، بتونیم یه بحثی صحبتی داشته باشیم. اونو براتون خوندم. و اما فیلم اجتماعی، بله، یه فیلمی رو دوست من برام فرستاده بود از خلیج فارس، نوشته بود که این فیلم در آفریقای جنوبی تهیه شده، یک تجربه اجتماعی مورد بحث است و اینها. یه نفر میره تو، یه پسر فقیری رو که لباس پارایی هم داره میبرتش توی فروشگاه سوپرمارکت درست حسابی برای اون کشور و میگه هر چی میخوای بردار، اوردر بده. طرف مثلا اگر یه مرغ آدمای معمولی میخورن میگه دو تا از این مرغ، دو تا از این، دو تا از این، دو تا از این، دو تا از این.
بعد برای این دوستم گفتم که این خیلی معمولیه، من خودم بهتون بگم، من بچه که بودم این ساندویچ کالباس خیلی دوست داشتم، خیلی هم خوشم میومد از مزش. باور کنید اصلا آرزوم این بود که یه وقتی اینقدر پولدار بشم که اینقدر کالباس بخرم که تنها کالباس رو خالی خالی بخورم، دل درد بگیرم. یادتون باشه به این نکته آخر، نه که سیر بشم، اینقدر کالباس بخورم که دل درد بگیرم. ذات بشر اینه، نمیگه من اینقدر بخورم که سیر بشم، دنبال اینه اینقدر بخوره که دل درد بگیره. این بیچاره حالا همه این چیزهایی که خریده بود مثل که 50-60 دلار بیشتر نشده بود، یه گاری پر کرد. بعد اون طرفم بهش گفت من حالا یه تاکسی هم میگیرم سوارت میکنم میفرسمت منزلتون، که من منتظر بودم این بگه آقا من اصلا منزل ندارم، من کنار خیابون زندگی میکنم، یا بگه این چیزایی که خریدم برای اونایی که کنار خیابون هستن میخوام ببرم به اونام بدم. دیدم از این فیلم ها، طرف میره پول میده به یه نفر یا کیفشو میندازه، آدم های درست حسابی با کت شلوار کیفر رو برمیدارن میرن، این میدوه دنبالشون میگه آقا این کیفری که تو دیدی ما انداختیم، اینم فیلمت، چرا به من چی نکردی؟ طرف خجالت زده میشه میره، بعضی هاشون پر روی در میارن، ولی میان کیفو میندازن جلوی یه فقیری کنار خیابون، فقیره بلند میشه دنبال طرف میدوه میگه آقا این کیفت افتاد اینجا، اصلا واسش هم نمیکنه. بعد بهش پول میدن، وقتی پول میدن حالا که پول داره میره چی میخره؟ خوراک میخره. خوراک که میخره برای اونای دیگه هم که تو خیابون نشستن فقیر هستن میبره. آدم اشکش اصلا این ویدیوها رو که میبینه اشکش در میاد. شاید من خیلی تیتیش مامانی هست. خب نمای شما دیر نشد، فرستادن پولها دیر شد. نامه های شما فرخ میگه نامه شما دیر نشد، فرستادن پولها دیر شد. اون آقای حسن شجاعی بود میخوند نامه رسان، یا یه چند تا نامه های دیگه هم یا ایرج مهدیان بود. بله، نامه من دیر شد، خون به رگ زال زمان پیش شد، و از این شعرها چقدر. بله، در این فیلم که فکر کنم اینها میترسم این فیلم ها رو وقتی نشون میدم یوتیوب اذیت میکنه. امروز برای یه دوستی، بذار من این پیام رو پخش کنم که دوستمون وقتی بهشون گفتیم خب حالا که نتیجه آزمایش رو گرفتی چه تأثیری در زندگیتون گذاشت، یا چه توفیری چه تفاوتی، اینو گفتن برام. خیلی ممنون خانم الهی، بفرم. یکم طول میکشه تا از این بره تو گوگل وایس و از اون بیاد پخش کنه. سلام آیسر بی الهه هستم، زنگ زدم که در جواب سوالی که از من کرده بودی جواب بدم که آیا دونستن بعد از این تست که فهمیدم جنتیجی به کجاها وصلم تغییر در زندگی من داده یا نه. البته که تغییری نداده، ولی یه جورایی منو خوشحال کرده که به خیلی جاها وابسته هستم. البته اینو بگم چون تو ایران به دنیا آمدم همیشه عشق به اون مملکت دارم و با هیچ جای دنیا عوضش نمی کنم، حتی که اینجا اگر خیلی راحت تر دارم زندگی می کنم، ولی چون در اونجا به دنیا آمدم پدر مادرم اونجا بودن و جد من اونجا بوده، اونجا رو بهش عشق می‌ورزم، ولی این دلیل نمیشه که از بقیه بهتر باشم یا بالاتر باشم، هیچ کدوم اینا نیست. شب روزگار به شما خوش. بسیار ممنونم. دوستان دقت کردین 58 ثانیه، یعنی کمتر از یک دقیقه سلام کردن، منم به شما سلام میکنم، اسمشون رو گفتم. این احترام به دیگران و احترام به خودشون گذاشتنه. ولی خانم شما از روزی که با من آشنا شدید تلفن زدید حمایت کردید، من چه سوء استفاده از اسم شما کردم؟ برای من چه فرقی میکنه اسم شما الهه باشه یا الهام باشه؟ ولی شما میگید من شخصی هستم که افتخار میکنم من اسمم اینه. بعد چقدر قشنگ جواب سوال من رو دادن که هیچ تغییری در زندگیم پیدا نشده، ولی خوشحالم که به خیلی جاها وابسته هستم. حالا ایشونو مقایسه کنید با افراد دگم، نادان، نجات پرست. میگه من خیلی خوشحالم که از مثلا قوم کلیمی هستم، ما کلیمی ها با دیگران ازدواج نکردیم،
ببخشید ها بدتون نیاد تا من از همین قیافاتون طرف از دور که میاد میگه این کلیمی، برای که تو خودتون موندین و ثابت شده اینایی که تو خودشون ازدواج میکنن حالا چجوری کلیمی ها باهوشن و نمیدونم تمام دنیا رو میچرخونن، این یک سوال دیگه که باید از اینا سوال کنید. اینایی که این برید هستن خودشون با خودشون ازدواج کنن، شما بیا تو این وست ویرجینیا از هر 16 نفری وقتی کنار هم میذاریشون میشماریشون 30 تا دندون ندارن، 16 نفر سلامتی اینجوری، دانش آگاهی اینجوری، خنگ و اونجوری. ولی این خانم میگه من تازه چون فهمیدم به خیلی جاها وابسته هستم خوشحال ترم، در صورت که نه آقا من فقط شیرازیم، اونم کلم و شیر. بابای من با پسر خاله یا دختر خالش ازدواج کرده بود، دختر خاله بابانش با اون ازدواج کرده بود، اون با اون ازدواج کرده بود. کیا این کارو میکردن دوستان؟ شاه با مادر خودش ازدواج میکرده، نه این شاهه، خانواده با دختر خودش ازدواج میکرده که خونشون کثیف نشه. یه مش آدم احمق خون کثیف مغز کثیف، اتفاقا خوب بوده این کثافت رو تو خودشون نگه میداشتن، نمیرفتن یه جای دیگه که بلکه با اونا به اصطلاح از لحاظ ژنتیکی پراکنده بشن. حالا همین اسلام با وجودی که میگه پسر عمو و دختر عمو نمیدونم اینا حدیثه، اینا نیست، تو یه جایی گفته برید هر چی میتونید با قریب ترا ازدواج کنی، نمیدونم. در صورت بعض وقتا وقتی میخوای به این حدیث مدیسا مراجعه کنی مشکلاتی هم ایجاد میشه. خب اینم از خانم الهه و تشکر من از ایشون. میگه که این ضرب المثل نه قم خوبه نه کاشون که همه فکر میکنن منظورش قم و کاشان هست، آقای پتیک برای من نوشته که میدونی اصلش از کجا میاد؟ گفتم آره یادمه ولی نمیدونم داستانش چیه. میدونم که این کاشان نیست، کاهشان، کاه که میدادن به اسب و اینا. بعد میگه که ناصرالدین شاه با خدمه و نمیدونم حشر و اینا عزم حشر چیه یا حشر نمیدونم عزم اصفهان کرد، غروب به قم رسیدن، دستور داد شب را آنجا اتراق کنن، خدمه برای تهیه غذا و علیق به قم رفتن، هر دو به مزاق شاه خوش نیامد. مگه شاه کاه خورده؟ طبع شعری داشت نوشت نه قم خوبه نه کاهشون، لعنت به هر دوتایشون، عوام به غلط کاهشون را به کاشون مختصر کرد، آخر سری مردم تصور کردن منظورش اون شهر کاشان بوده. درستان ممنونم از پتیک، پتیک خیلی میخونه خیلی میدونه، ممنون و متشکرم. دوستان این دوست ما آقای سعید اون روز یک کارگر شهرداری رو نشون میداد که بنده خدا یه جایی که آب وایساده بود، مثلا یه جایی حوضی چیزی ببخشید راه آبی چیزی گرفته، این رفته بود اون پایین، بعد اینو باز کرد بعد اومد بیرون، این نوشته بود که فقط در ایران. گفتم آقا گور پدر این آخونده از اول تا آخرشون، ولی این کارای اینجوری همه جای دنیا هست، حتما شما هم دیدید مثلا یه نفر تو سیرک کار میکنه دستشو تا اینجا میکنه فلان جای فیل، یا اینایی که تو مزرعه کار میکنن دستشو تا اینجا میکنه تو فلان جای گاو، نمیدونم برای اینایی که میخوان حاملش کنن و فلان اینا از این کارا انجام میده. بعد براش فرستادم، ضمناً یه برنامه بود تو آمریکا به نام دردی جابز، یعنی جاب های کثیف. حالا ممکن بود مثلا یه راننده کامیونی تو معدن زغال کار میکرد، هر وقت میرفت میمد سیاه میشد. اینایی که تو معدن کار میکنن حتی تو آمریکا دیدیم، همین وست ویرجینیا، وست ویرجینیا یک ساعتی ما هست، یعنی اولین قسمتش 72 مایل با ما فاصله داره که این روزا همه 80 مایل 90 مایل میرونن. برید اونجا ببینید این آدما بدبختا چه شکلی تو معادن کار میکنن. بعد حتما دیدید زغال فروشای ایران، یادتونه زغالیه نشسته بود توی مغازه، شما نمیدیدیش تا میرفتی نزدیک، این دو تا چش سفید فقط میدیدی. اینجا هم راننده ها هستن با کامیون یا با اتوبوس میاد، سیاپوست، شما فکر کنی ماشین داره بدون راننده میاد. در هر صورت بعضی وقتا ما دیگه خیلی شفتش میدیم. حالا این سعید کابوسی فعلا تو تایم آوته،
میگم بعضی وقتا میخوایم حالا دیگه از جهان سوم که میایم از این جهان اولیام بزنیم جلوتر و اینها، در صورتی که دارید میبینید اینجا این شالاتان همه دنیا میگن آقا این تغییرات آب و هوا زمین و زمان رو کثیف کرده فلان اینا، میگه من نگاه آب میکنم آب تمیزه، که ببخشید یکی باید جیش کنه تو آب بعد بهش بده بگی ببین هنوز رنگش عوض نشده. اینم مثل آخونداست که میگفت تا موقعی که رنگش عوض نشده نجس نیست. خب مرد 78 ساله به قتل 90 تا زن اعتراف کرد. این تو آمریکا هست دوستان. اعترافات داوطلبانه ساموئل لیتل در حالی صورت گرفت که وی در سال 2014 به اتهام قتل 3 زن در کالیفرنیا به حبس ابد محکوم شد. حالا که تو زندان بوده، اون موقع 75 سالش بوده، حالا که گرفتنش 78 ساله اعتراف کرده که 90 تا زن، اگه اشتباه نکنم یکیشون هم پلیس بود، نه یعنی خود این آقا ممکنه پلیس بوده. اگر بذارید من اصلا سایتش رو اینا رو بهتون نشون بدم یک لحظه، این سلکت بله اینجا اینه، این آقا رو صندلی چرخدار که بعضی وقتا به اشتباه میگیم چرخ صندلی دار، فرقی نمیکنه اونم دو تا چرخ که صندلی داره. بله نوشته ساموئل لیتل قاتل 78 ساله به جرم قتل، این مثل که سیاه‌پوسته، بله اینجا سیاه‌پوسته، اونی که میگم یه سفید پوستی بود، بله در دهه 80 میلادی در زندان در کالیفرنیا سوم سال محکومیت خود را می‌گذراند که کاراگاهان پلیس تگزاس به پرونده‌های قدیمی برخوردند که شیوه قتل آن به ویژگی‌های پرونده‌های قتل ساموئل لیتل شباهت داشت. یکی از مقامات پلیس ایالت تگزاس راهی زندان کالیفرنیا شد تا از ساموئل لیتل در مورد پرونده سوال‌های بپرسد. از سوی دیگر ساموئل لیتل که از زندان خود در کالیفرنیا ناراضی بود، به امید انتقال به زندان تگزاس داوطلبانه اطلاعات خود را داد. میگن وقتی اینا رو صحبت کرده و گفته، دیدن که هیچ کس به غیر از قاتل این اطلاعات رو نمیتونسته داشته باشه. در آمریکا یک نفر 90 نفر رو کشته و تا امروز به اصطلاح همینجور جزء چیزایی بوده که به صورت معما باقی مونده. چراغ سبز سنای آمریکا برای بازنگری در حمایت نظامی از عربستان در جنگ یمن. دیروز پریروز اینجا صحبت بود و اون نماینده‌هایی که میگفتن نه بذارین ما اسلحه بدیم به عربستان، عربستانم بره یمن بزنه، کسایی بودن که از عربستان پول گرفته بودن، لابیستایی که از اونا بهشون پول داده بودن. و بالاخره قهرمان جهان شطرنج قبل از رسیدن به مرگ ناگهانی مشخص شد. یعنی چی قبل از رسیدن به مرگ ناگهانی؟ قهرمان جهان شطرنج قبل از رسیدن به مرگ ناگهانی مشخص شد. هیجان دستیابی مقام قهرمانی جهان استاد بزرگ و نواقع نروژی و استاد بزرگ ایتالیا آمریکایی پس از 17 بازده با بیش از 630 حرکت ادامه یافت. ماگنوس کارلوس پولان در دیدار تکمیلی همچنان نتوانست، اونو من میخوام بگم و مرگش که من نشنیدم تو رادیوها، شنیدم که اینها ساعتها توی اتاقایی که صدا نباید باشه و اینها که میگفت اینقدر فشار به اینا میاد که نگو و نپرس. بله در سومین دور از این شطرنج رعداسا ناکام ماند و فلان نروژی برای چهارمین، این باز نفهمیدم، شاید یه دیدار شطرنج مرگ ناگهانی آرماگدون یا رستاخیز میرسید. اما این بار کارلوس، این یه اسمیه برای اون مسابقه، برای اون قسمت مسابقه آرماگدون، این روز آخر دنیا رو میگن، یه چند تا فیلم در این مورد ساختن. و اما افزایش سن رسمی سالخوردگی از 65 به 75 سال، حالا که ما داریم 65 سالمو قرار بازنشستگی اینجا بگیریم، ایران کار کردیم تا بازنشسته خواستیم بشیم، در رفتیم اومدیم اینجا، اینجا هم که میخوایم بازنشست بشیم میگن نه خیر آقا قبول نیست، باید تا 75 سالگی کار کنی. ما ایرانی هم که زرتمون تو 70 سالگی در میره، میمیریم و میریم. اینم از این.
و اما ببینم خبر دیگه ای براتون گذاشتم یا نه. جستجوی حیات روی کره ما، کره مریخ همچنان ادامه دارد. میگه یک وزیر سابق نروژ به سوء استفاده جنسی از پناهجویان مرد متهم شد. نروژ تو این کشورهایی که اینجوری طرف میتونه یا آگهی بزنه سکس داشته باشه، هم از این وری هم از اون وری، هم با مرد هم با زن، وزیر سابق نروژ به سوء استفاده جنسی از پناهجویان مرد متهم شد. نخست وزیر بریتانیا، هیچ راهی برای بازگشت به اتحادیه اروپا نیست. میگن این بریتانیا، این نخست وزیر نیست، اینم صدر اعظم باید بگیم، نمیدونم حالا تفاوتش چیه، بماند. و اما ببین و مزمزه کن که آقا ما چه دهنمون آب افتاد. دوستان عزیز، دیدید که میگن فالوده شیرازی، اصلش پالوده بوده، میگن از زمانی که اعراب اومده دیگه نتونستن بگن پ، گفتن ف. بعد اینجا نشون میده چجوری درست میکنن اینها. بعد طرف توضیح میده دلیلی که میگن پالوده، برای اینی که اون نشاسته رو طرف میرفته روش با وزن خودش و پا از صافی رد میکرده، بهش میگن پالوده. تا حالا من نمیدونستم، من میگفتم میگن مثل پالایش، مثل از صافی رد شدن رو بهش میگن پالوده. ولی این روزا هر کسی میتونه یه چیزی بگه و ما هم میگیم شما درست میگید. اگر حرف آخوندا درست بود، پدر و مادر من که دختر و دختر و لیست امو بودن، لیست امو، من به این خوشتیپی و و بابونز نبودم. فرخ مثل که پدر مادرش فامیل هم هستن. آقا من نمیدونم، حرف آخوندان نیست عزیز من. اصلا اینجا تو آمریکا شما اگر یکی بفهمه این پسر خاله و دختر خاله یا پسر عمو و دختر عمو کازینز ازدواج کردن، اصلا مصیبت بزرگیه. حالا اگر یه چیزی آخوندا گفتن تصادفاً درست بوده، شما به این دلیل که آخوندا گفتن ردش نکن. فکر کن من گفتم انشتین گفته. عجب مکافاتی داریم ما با این فرو. خب دوستان عزیز، سن بازنشستگی در آلمان دهه 80 50 سال بود و الان 63 ساله. بله. آره. اینجا میگن ماه تا ماه میره بالا و اینها، برای که میگن مردم سنشون زیاده. ناگفته نمانه تو آمریکا این یه دو سه روز گذشته اعلام کردن که اوریج سنی آمده پایین، یعنی آمریکایی‌ها از لحاظ سلامتی وضعشون خوب نیست. دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر داره میشه و برنامه آقای حسن ارشاد که هم رو توییتر، هم رو بالاترین، هم رو فیسبوک مردم هست، از تلویزیون مردم هم پخش میشه. با هم ببینید و نظراتتون رو با ایشون از طریق یوتیوب، از طریق فیسبوک میتونید در میان بذارید. شماره تلفنشون رو رو برنامه ها مینویسن. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. حمایت فراموش نشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. به امید دیدارتون روز دوشنبه ساعت 12 ظهر با یه برنامه فوق‌العاده، سورپرایز، مژده. ایرانی‌ها به سورپرایز با بگن مژده. پس آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. مرسی، ممنون که با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش.